با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این 21 روز از دومین ماه، در 14 سال از 3 هزاره و خیلی جالبه برای من این ماجراهایی که پیرامون ما میگذرد و این که بعضی از این حرفایی که ما میزنیم اغیار استفاده سوء میکنن. من میدانم که باورم بر این است که ما در میان این رسانه های که وجود دارند تصویری، اینا در حقیقت رادیوی تصویری هستن. من اینو هزار بار دیگه هم تکرار خواهم کرد تا اینکه این مشکل رو بتونم شاید حل بکنم و باور به تکرار دارم. اینقدر باید تکرار کنید تا موضوع جا بیفته. این همون بحث تبلیغه، بحث پپسی و کوکاست، مکدونالده. بنابراین ما رادیوییم قبل از اونی که تلویزیون باشیم. من رادیویی ضعیفی هستم، اینو میدونم. یعنی که در رادیو اینقدر سکوت نباید باشه، ولی تو برنامه من خیلی سکوت هست. این بر رادیو خوب نیست. اگه رادیویی بر رادیو باشی، اینو میگم از باب این که بعضی اغیار، نه از یاران، این رو مستمسک قرار دادن که این فلانی مطلب رو از رو میخونه. نمیدونم بعد چیکار بکنم. کسی که هر روز قرار باشه که اینجا بشینه و برنامه داشته باشه، روزی 2 ساعت، 1 ساعت و نیم، 2 ساعت، چقدر مگه میتونه از خودش ببافه؟ مگه اینکه بخوای ببافی مثل بقیه که میبافن اونجوری حرفایی. به قول پرویز صیاد، یا صمد پرویز صیاد میگه حرفاش مثل آدامسه، هرچی میجایی چی تو شکمت نمیره، گشنگی تو رفع نمی کنه. بگذاریم. امیدوارم که مخاطبین ما که همراه ما هستن، من باورم بر اینه که اونها این داستان رو باور دارن به این دلیل که همراهی میکنن، اگر نه که همراهی نمیکنن. بنابراین اگر شما هم بیننده برنامه ما هستی و از برنامه ما استفاده میکنی، ما رو در زمینه مالی یاری برسانید. ما مشکل داریم تو این قسمت. مشکل داریم، فی الواقع مشکل داریم. دیروز که مثل هر پنجشنبه جمعه گردی آقای دکتر نوری علا رو میخوندم، آقای سهراب از ایلینویز، میهنیار عزیز ما که نظر لطفی هم به ما دارد و اندیشه خودشو دارد، این مطلبی رو من فرستاد و من این مطلب رو براتون میخونم و بعد قدم به قدم با هم جلو میریم. ایشون نوشتن: ساعتی پیش جلوی کامپیوتر نشستم تا جمعه گردی هموند گرامی آقای نوریالا را بشنم، ولی دیگر دارم یواش یواش ناامید میشم که این تشکیلات سکولار که تولدش چند ماه پیش همچون یک آوای آسمانی دلنشین و امیدوار کننده بود، مثل صفحه‌ای که روی خط افتاده باشد، هرگز ما را به فنالی آهنگ یا به انتهای آهنگ، فینال آهنگ نمی‌رساند. چرا که نتیجه‌گیری و نقشه راهی برای جنبش بعدی در ایران که معلوم نیست چه موقع به راه خواهد افتاد، به دست ما نمی‌دهد. آقای نوریالا با بحث در مورد انتخابات آزاد شروع کرد و بعد سوال کرد هدف چیست، استراتژی و تاکتیک کدام است. وقتی گفتند برنامه خود را از حالا اعلام کنند، فکر کردم چه خوب شد، ممکن است حالا نقشه راه را اعلام کنند.
ولی دوباره به ایدئولوژی پرداختن و از آن بدتر شروع کردن به توضیحات در مورد یک حکومت خیالی آینده بعد از فروپاشی که باید اینطور و آنطور باشن. وقتی که رسیدن به این جمله که حکومت موقت باید زمینه را برای نوشتن قانون اساسی آماده کند، دیگر دود از کلم بلند شد. فکر میکردم حالا که نامی از قانون اساسی بردن، لااقل چند کلمه‌ای در مورد قانون اساسی که تمام مشکل است صحبت میکنن. ولی ناگهان دوباره به بیراهه هدف، تاکتیک و استراتژی رفته و از آن بدتر موضوع پیدا کردن رهبر در داخل یا خارج، در خارج یا داخل و بدون نتیجه‌گیری جمع‌گردی تمام شد. دوست عزیز بنده آقای مثل آقای نوریالا، دوست عزیز بنده مثل آقای نوریالا سابقه 60 سال کار سیاسی و نویسندگی ندارم، بلکه یک کارگر مهندس کم سواد هستم. دیگر از تمام این مبارزان خارج از کشور که میشناسم و به تمام آنها احترام میگذارم که آقای نوریالا و بهبهانی در بالای آن لیست قرار دارن، از همه ناامید شدم. شعار انقلاب در سال 57 استقلال، آزادی قانون اساسی بود. یکی دو ماه قبل از بهمن زمزمه حکومت اسلامی بلند شد. یک ماه بعد از پیروزی با یک خدعه دیگر مجلس مؤسسان تبدیل به خبرگان شد و قانون اساسی حکومت اسلامی که همان کتاب شرعیات مشهور است به حلقوم ملت فرو رفت. هدف ما باید تغییر قانون اساسی باشد، نه پیدا کردن رهبر. چارچوب این قانون اساسی باید از حالا نوشته شود، نه بعد از فروپاشی توسط حکومت. این چارچوب باید شعار ملت و نقشه راه برای جنبش بعدی باشد. این نقشه راه را من قبلا در 9 ماده با این سواد کمم به شما نشان دادم. فقط خواهشم این است که آقای نوریالا نگاهی به آن کرده و فقط در یک کلمه موافق هستند یا مخالف. ارادتمند سهراب چمنارا. بعد هم لینکی رو فرستادن مرتبط با طرحشون و نوشته است که این صدای مردم ایران در میان مرزهای جاویدان ایران زمین است. ما ایرانیان متحد که در ایران زندگی میکنیم ناچار هستیم برای گذار از این مرحله و تغییر مسالمت‌آمیز رژیم در ایران، آرمان و هدف خود را اعلام نموده و از خبرگان رهبری و رهبر بخواهیم برای گذشتن از دوران گذار بدون خشونت به این مرامنامه ما که زیربنای قانون اساسی رژیم آینده ایران است برای شروع بحث و مذاکره توجه کنند. خب این سرتیتر داستان. بعد طبیعتاً من این رو برای آقای نوریالا فرستادم و بعد آقای نوریالا یه پاسخی دادن. نوشتن که سعید گرامی، نامه آقای چمنارا رو خواندم. این چند نکته را خدمت ایشان و شما عرض میکنم. نخست اینکه جملات آغازین برنامه ایشان تنم لا لرزان. جملات آغازین برنامه ایشان تنم را لرزاند. ما ایرانیان متحد، این عبارتی است که ایشون به کار برده بودند، که ما ایرانیان متحد که در ایران زندگی می کنیم ناچار هستیم برای گذار از این مرحله و تغییر مسالمت آمیز رژیم در ایران، آرمان و هدف خود را اعلام نمود و از خبرگان رهبری و رهبر بخواهیم. روشن است که سخن ایشان به مای خارج نشین مربوط نمی شود و در این حال ما انحلال طلبیم و از رهبر و خبرگان چیزی نمی خواهیم جز این که بخواهیم گم و گور و نابود شود. دو دیگر این که چند سال است متن پیشنهادی قانون اساسی سکولار دموکرات تدوین شده و همواره در سکولاریسم نو و اکنون در سایت جنبش سکولار دموکراسی برای خواندن و اظهار نظر کردن موجود است. سه دیگر این که معلوم نیست انتظار آقای چمنارا از من نویسنده یک لاقبا چیست. ما دنبال اتحاد سکولار دموکرات ها و ارائه آلترناتیو سکولار دموکراتیم و بس. ایشان این حرف را تکراری می دانند. بفرمایید جز تکرار حرف و جا انداختن مطلب چه کار دیگری از ما ساخته است؟ آیا باید گوش مدعیان را گرفت و زیر یک سقف جمعشان کرد؟ خوب است اینقدر فکر نکنیم که با نوشتن 4 تا خط
همه فکرها را کردیم. ایشان اگر طرح و برنامه‌ای برای خارج کشور دارند، آن را به شورای دبیران جنبش سکولار دموکراسی ارائه دهند تا ما در آن مسیر حرکت کنیم. با مهر و دوستی، اسماعیل نوری‌علا. به نظر من همونطور که آقای ودیعی هم توی برنامهشون اشاره کردن، مردم انتزاعی، مردم با حکومت ها دوتان فرق میکنن با هم دیگه. مردم همیشه خواستار یه دنیای بهترن. این همه تلاش و کوشش و اکتشاف و اختراع که میشود، مردم هن که دنبال یه دنیای بهتر حرکت میکنن و به این دستاوردان میرسن. شبیه سازی یکی از مشکلات اصلی جوامع است. میخواد شبیه بکنه. اینکه آقای ودیعی به دوستی اشاره کرد که میره مثلا لوور رو بریم بذاریم تو قطر، شبیه پاریس بشویم، ما پاریس میشویم. ما باید تکرار کنیم. همونطور که بارها و بارها به عرض رسانده، این مثل قطره آب لطیف میماند. دیگه از آب لطیفتر من فکر نمیکنم چیزی وجود داشته باشه. ولی این اگر به صورت مداوم و بر یک نقطه متمرکز، حتی به صورت قطره بچکر، در سنگ خارا، جز سنگای آذرینه، سنگای آتش فشان، سنگ سخته، سنگ آهکی نیست، سنگ آتش فشانیه، فولاده، در او هم مؤثر است، اثر میگذاره. اگر اینو لیزر کنی باش میتونی کوه رو ببری، آب لطیف رو، ولی به شرط آنی که دائمی باشد، مستمر باشد، بر یک نقطه متمرکز باشد. مشکل اصلی در تبیین موضوع است، در این سه تا اصله. او ما خیلی و از سال 2009 که این تلویزیون رو سردیم به همراه آقای ساسان و شما بزرگان و عزیزان و گرامیان، پیرامون این سه تا معقوله، هدف، استراتژی، تاکتیک حرف زدیم و همواره گفتیم که این بزرگان اینو نمیدانن، گم میکنه. تاکتیکو به جای هدف بهت معرفی میکنه، هدفو میبره جزء تاکتیک میذاره، استراتژی اون وسط لنگش رو هواست. این گیجت کرده، گیجیم. الان یه موضوع همچه چرخ میخوره، دیدم آقای چیزم رفته، اسمش چیه؟ حسیبی خوشحال و یه اروپ سره رو برده اونجا که بله رضای پهلوی از زنه جدا شده و رفته و حالا رفته نرفته. چه موضوع منه اصلا؟ نه خب در مورد فرانسه ببین، اولاندم میگن دیگه، آدم دود از کلش بلند میشه. اولاند فرانس دایانا مگه نبود؟ چه ربطی به من داره اینا؟ من تا آتش دارم میسوزم، دیوار رو سرم داره خراب میشه، من چی کار دارم به اون؟ اصلا موضوع من نیست امروز. آیا واقعا طلاق داده؟ آیا نهده؟ به ما چه مربوطه؟ چه کمکی به نان مردم میکنه؟ از تو میپرسم، به قول کوشاوادی، بر سر سفره مردم آیا رونق سبزی و نان خواهد داشت؟ صحبت از گل نازکتر با هم مکنیم تا مبادا به کسی بر بیچاره ها.
چه کمکی به من میکنه، چه گره از کار فرو بسته من میگوشه که رضای پهلوی زنش طلاق داره یا نده، چه موضوعیتی داره؟ دیروز برای گفت عرض کردم خدمتون که این چون نیست، هیچ آلترناتیوی وجود ندارد، غرب میره با این حرف میزنه دیگه، با اون که در قدرت حرف میزنه، با اون که در قدرت نیست چیکار داریم بریم حرف بزنیم؟ چه زوری داره که بریم باش حرف بزنیم؟ این که در سوریه نمیشود برای اینکه اون معلوم نیست به راستی قدرت دست کدام است، نمیتونه با هم اجماع کند. جمهوری اسلامی هم به بشار اسد کمک میکنه، هم به نیروهای القاعده تو اونجا کمک میکنه، هم به او سلاح میده، هم به او راهکار نشون میده که چجوری تخریب کن، نابود کن، هم به این یکی یاد میده چجوری دفاع کن، چجوری برو بزن. به القاعده یاد میده برای اینکه خودش رو مظلوم نشون بده و بگوید که نه نگاه کن، اگر ما باشیم بهتر است از این سلفیست، ما هلال شیعه هستیم، از این مزخرفات. شما با پلیدترین، کثیفترین طبقه جامعه سر کار داری، آخون، کشیش، خدافروش، به قول آقای نوریالا دینکاران. فرقی نمیکنه که دین این یارو چیه. پاپ اعظم رو نگاه کن، آقای خامنه ای هم نگاه کن، یکی هن. یه فساد رو ترویج میکنه. جنایتی که در مسیحیت وجود داشته و وجود دارد کمتر از جنایتی نیست که در این یکی وجود دارد و وجود داشته. یکی هست، یه پای است، شاخهای یه درختن. این ربطی به دین مردم ندارد. این به محض این که به قدرت برسد این کار رو انجام میده. تاریخ اینو نشون داده، هزار دفعه اینو نشون داده. محمود غزنوی جهان گشایی میکنه، هندوستان رو میگیرد، چه میکند چه میکند چه میکند، سکه رو به نام خلیفه میزنه. منتظرم بشنوم از شما. شما باید در خارج کشور تعریف کنید. کارم یه نفر یه نفر یه نفره، همه با هم معنی ندارد. من با خودم سر کله میزنم، خودم را قانع میکنم. هر زمانی که خودم را قانع کردم به منفعتم رسیدم، وقت میرم این منفعت رو برای دیگری تعریف میکنم، اون را هم به منافعش آشنا میکنم. آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. اینا میگفت برات.
اینم جالبه، واژه‌نامه یه آقای حسین باستانی تو سایت بی بی سی دیدم نوشته بود، فکر کردم چیز بدی نباشه. رمزگشایی از ارجاعات مسئولان ایرانی به وقایع تاریخ اسلام. علی سعیدی نماینده خامنه ای در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اخیرا گفته است در زمینه مقابله با طاغوت رهبر احساس میکند باید صلح حدیبیه امضا شود، چون برخی مواقع تغییر در تاکتیک ضروری است. این اظهارات نمونه از کاربرد کلیدواژه‌های مرتبط با تاریخ اسلام توسط مسئولان جمهوری اسلامی است. کلیدواژه‌هایی که معنای سیاسی آنها با توجه به روایت خاص محافظه‌کاران ایران از تاریخ شیعه لزوماً با درک رایج در میان شهروندان عادی یکسان نیست. این مرتبط با همین حرفایی که آقای ودی میزد. این مجموعه به مرور مجموعی از کلیدواژه‌های مرتبط با تاریخ اسلام و شیعه میپردازد که به ویژه در سالهای اخیر مورد استفاده سیاستمداران محافظه‌کار ایران و مشخصاً رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفتند، با این توضیح که مجموعه حاضر تنها بخشی از معروفترین اصطلاحات تاریخی مورد استفاده در ایران امروز را شامل می شود و در آینده به تدریج تکمیل خواهد شد. صلح حدیبیه، شعب ابی طالب، جنگ بعد، جنگ خیبر، جنگ احزاب یا جنگ خندق، جنگ صفین، فتح خیمه معاویه، قرآن بر سر نیزه کردن، حکمیت، صلح امام حسن، واقعه عاشورا یا کربلا، ابو موسی اشعری، امرؤاس، عمار، مالک اشتر. صلح حدیبیه، صلح حدیبیه پیمانی است که 6 سال بعد از هجرت پیامبر اسلام از مکه به مدینه میان مسلمانان و بت پرستان امضا شد و به موجب آن طرفین متعهد شدند که تا 10 سال از جنگ با همدیگر و حمله به متحدان طرف مقابل خودداری کنند. با این حال 2 سال بعد به دلیل نقض قرارداد توسط یکی از قبائل متحد بت پرستان مسلمانان به مکه حمله کرده و آن را فتح کرده. در ادبیات سیاسی امروز ایران اشاره به صلح حدیبیه در 2 مفهوم انجام می شود. یکی نگاه آموزه اصلی ماجرای حدیبیه را موافق پیامبر اسلام با صلح با بت پرستان مکه می داند، آن را به عنوان سند مجاز بودن ترک مخاصمه حتی با دشمنان اسلام مورد توجه قرار میدن. نگاه دیگر اما هدف اصلی صلح حدیبیه را زمین سازی برای فتح مکه میداند و این پیمان را نمادی از عقب نشینی تاکتیکی برای کسب پیروزی های بزرگتر بر دشمنان میبیند. به نظر میرسد که بسیاری از محافظه‌کاران نزدیک به آیت الله خامنه‌ای معنای دوم صلح حدیبیه را بیشتر میپسندند. به عنوان نمونه یک روز پس از اظهارات خبرساز رهبر جمهوری اسلامی در مورد نرمش قهرمانانه در 26 شهریور 92، سعید جلیلی کاندیدای محافظه‌کار انتخابات ریاست جمهوری و مذاکره کننده هسته‌ای سابق ایران در مقاله‌ای که در سایت‌های مختلف منتشر شد نرمش مورد نظر آقای خامنه‌ای را با صلح حدیبیه مقایسه کرد. آقای جلیلی نوشت که مسلمانان با این صلح توانستند از جنگ‌های تحمیلی بت پرستان در امان بمانند و با استفاده از همین فرصت بود که مکه فتح شد. اینا حالا داشته باش تا برم سر موضوع بهتر. خوب اینا رو به ذهنتون بسپارید. شعب ابی طالب، شعب ابی طالب نام منطقه‌ای نزدیک به مکه است که پیامبر اسلام و هوادارانش در آنجا بیش از هجرت به مدینه به مدت 3 سال تحت محاصره اقتصادی بت پرستان قرار گرفتن. من یه فیلمی رو از همین ویدیوی برنامه آقای میبودی و آقای نوریالا تو تلویزیون ایران فردای آقای نوریزاده بعد پخش کردن، اونجایی که خاطرات
آقای نوریالله به رفتن به مکه میرسد و بعد تعریف میکنه که مثلا رفتیم دیدیم که به مسجد زو قبلت این رسیدیم که دو قبله ایست و برای من سریعا تداعی میشد تاریخ اسلام، برام هر نقطهش که میرفتم تاریخ اسلام برام تداعی میشد، اینجا اونجوری بوده، اینجا اونجا میرفتن، اینجا مسلمان این کار میکردن، اینجا اینطوری شده و این تاریخ برام تکرار میشد. بعد متوجه شدم که همه بازی سیاسیه. آقای محمد ملکی که حالا بعد میریم سراغ مقالش میگه خمینی فریب من داد. نه آقا فریب نداد، ما نخواستیم بدانیم. چشمون هم گذاشتیم، چه فریب من داد. مثل همین الانه که این یارو مرد که هاشمی رفسنجانی میگه آزادی آزادی آزادی، ولی در چارچوب اسلامی. چارچوب دیگه آزاد نیست که، چارچوب قیده. برای از هر نجاری میخوای سوال کن تا باید بگه قید یعنی چی. کلک زده بوده دیگه، در اونجا نیروشو تجهیز کرده، صلح کرده برای اینکه بره تجدید قوا بکنه، مثل همین کاری که الان داره جمهوری اسلامی داره انجام میده. من نمیدانم که جمهوری اسلامی پلن بی دارد یا ندارد. آقای آمانو بگه که ایران خوب عمل کرده، نمیدونیم تو سرزمین پهناور این اراذل و اوباش مشغول چه کاری هستن. شو اصلا بردن بیرون، تو عراق این کارو دارن انجام میدن، تو سوریه وسط زیر جنگ دارن این کارو انجام میدن، از کجا میدونی؟ شعب ابی طالب نام منطقه نزدیک به مکه است که پیامبر اسلام هوادارانش در آنجا بیش از هجرت به مدینه به مدت 3 سال تحت محاصره اقتصادی بت‌پرستان قرار گرفتند. شدت محاصره اقتصادی به حدی بود که مسلمانان و فرزندان آنها دچار سوء تغذیه شدند و برخی از مورخان این 3 سال را سخت در این دوره زندگی پیامبر اسلام توصیف کردند. در ادبیات سیاسی ایران ترکیب شعب ابی طالب ممکن است اشاره‌ای به دوران فشار شدید اقتصادی باشد. این ترکیب در مواردی برای اشاره به شرایط معاصره اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران نیز مورد استفاده قرار گرفت. از به عنوان نمونه محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در 20 آذر 1390 با اشاره به ضرورت در نظر گرفتن راهکارهایی برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی وضع شده از سوی غرب علیه ایران بر سر پرونده هسته‌ای گفت باید جامعه را به نحوی اداره کنیم که بتوانیم 2 سال خود را حفظ کنیم. گویا در شعب ابی طالب گرفتار شده. در واکنشی شدید بین اظهارات آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در 19 دی همان سال بدون اشاره مستقیم به رئیس بانک مرکزی گفت این روسیاهای بد محاسبگر، این روسیاهای بد محاسبگر، به مدیر کل بانک مرکزیش میگه روسیاه بد محاسبگر، تصور میکنن نظام اسلامی در شرایط شاه و ابی طالب است در حالی که ملت ایران امروز در شرایط بدر و خیبر قرار دارد. اما بدر چیست؟ جنگ بدر. جنگ بدر نام نخستین جنگ بزرگی است که با حضور محمد پیامبر اسلام میان مسلمانان و بت‌پرستان رخ داد. این جنگ در سال 2 هجری قمری و در نزدیکی مکه به وقوع پیوست و با وجود تعداد کمتر مسلمانان نسبت به دشمنانشان به یک پیروزی بزرگ برای سپاه اسلام تبدیل شد. در ایران و به ویژه در میان مقام‌های حکومتی این کشور ماجرای بعد برای اشاره به یک پیروزی بزرگ، معمولاً پیروزی جمهوری اسلامی بر دشمنان آن، مورد اشاره قرار می‌گیرد. به عنوان نمونه رهبر جمهوری اسلامی در 3 مرداد 91 در سخنانی در جمع مسئولان حکومتی وضعیت کشور را وضعیت بدر و خیبر دانست و گفت وضعیت بدر و خیبر یعنی تهدید هست، چالش هست،
اما بن‌بست نیست. در بدر امکانات کم بود اما غلبه حاصل شد. امکانات طرف مقابل چندین برابر شاید در بعضی بخشا غیر قابل مقایسه با امکانات جبهه اسلام بود. اما جنگ خیبر، جنگ خیبر نام یکی از نبردهای مهم مسلمانان به رهبری پیامبر اسلام است که در سال 7 هجری قمری به وقوع پیوست. در نتیجه این جنگ مسلمانان بر یهودیانی که در منطقه‌ای به نام خیبر ساکن بودند پیروز شدند و این منطقه را تصرف کردند. در میان محافظه‌کاران ایرانی ذکر نام خیبر برای اشاره به یک پیروزی بزرگ، معمولا پیروزی جمهوری اسلامی بر دشمنان آن، مورد اشاره قرار می‌گیرد. به عنوان نمونه رهبر جمهوری اسلامی در 3 مرداد 91 در سخنانی در جمع مسئولان حکومتی وضعیت کشور را وضعیت بدر و خیبر دانست و گفت در خیبر سختی وجود داشت. مسلمانان رفتند، مدت‌ها آنجا ماندند. مقاومت دشمن شدید بود اما غلبه پیدا کردند. چالش هست اما در قبال چالش توان و قدرت و استعداد و ظرفیت هم وجود دارد. به این تاریخ‌ها دقت کنید. با توجه به اینکه در جنگ خیبر مسلمانان در مقابل یهودیان قرار داشتند، اشاره به این جنگ بعضاً به معنی امیدوار بودن نسبت به پیروزی بر اسرائیل است. مثلا مهدی طائب رئیس قرارگاه عمار در 7 بهمن 90 در مصاحبه‌ای با پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه‌ای گفت اگر در زمان رسول الله صلوات الله علیه و آله خیبر شکسته شد، حالا هم این خیبر بزرگ در حال شکستن است. ما در زمان فرو ریختن خیبر صهیونیسم جهانی هستیم و تنین رسای این پیروزی ما و شکست آنان در همه جهان پیشیده است. میگم به این تاریخ ها نگاه کن. ببین اون بهش گفت 2 بعد دووم بیاری. الان 2 گذشته. گفتش که نه، تو عوضی میگی ما میبریم بازی رو. بعد 1 قبل از در 3 مرداد 91، یعنی 1 قبل از انتخابات سال گذشته، همچنان میگفت وضعیت کشور رو در وضعیت بدر و خیبر مینامید، دندش مقاومت میکرد ولی شکست خود خود. و بعد نگاه میکنیم اینی که از ماه آذر رو اون موقع ها شروع میکنن میرن با سلطان قابوس در عمان با آمریکایی‌ها حرف زدن، تسلیم میشن. بعد اونجاست که بهت میگم که این دفعه با انتخاباتش چون میخواد شبیه تو میخوای درست کنی. من گفتم این شبیه اون نیست، یعنی انتخابات 7-8 رو میچینه جلو. ما گفتن 10-15 10-15 رو میچینه جلو که 7-8 چیده بود جلو دیگه. بعدم بهت میگه هر کی دلت خواست انتخاب کن، من اشتخالتی نمی کنم. بعدم اومد این حرف رو زد، گفت من دخالت نمی کنم، برای هر کی دلت میخواد انتخاب کنید، حتی شما که بیرونید بیاید دشمن ما با من مخالفید مملکتتون رو دوست داشته باشی. بعد سید حسین موسوی تبریزی جنایتکارم هفته پیش تشکر کرد ازتون که رفتید رای دادید. خیلی خوشحال شد، گفت دمتون گرم. اپوزیسیون به این باحالی ما نداشتی اصلا در طول تاریخ، در هیچ کجای دنیا اینقدر اپوزیسیون باحال داشته باشه. یه کره اضافه بذار بغل چلی که آبش. اما جنگ احزاب یا جنگ خندق، جنگ احزاب یا جنگ خندق در سال 5 هجری قمری رخ داد و در جریان آن ائتلافی بزرگ از اعراب بت‌پرست به شهر مدینه محل استقرار پیامبر اسلام و پیروانش حمله کردند اما شکست خوردند. در جریان این جنگ عده‌ای از ساکنان مدینه که به ظاهر اسلام آورده بودند، به اصطلاح منافقین، و عده‌ای از یهودیان مدینه اعضای قبیله بنی قریظه با بت‌پرستان همدست شدند. مسلمانان بعد از پایان جنگ
اعضای این قبیله را کشتند و محل زندگیشان را تصرف کردند. بنی قریظه که گفت در یک روز در بنی قریظه 700 نفر را سر برید، خمینی میگفت همینو میگفت. اشاره به جنگ احزاب در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی برای تاکید بر پیروزی حکومت ایران بر ائتلافی از دشمنان خارجی و داخلی صورت میگیرد. اشاره به این جنگ همچنین میتواند به معنی تشویق مخالفان داخلی جمهوری اسلامی به منافقین و یهودیان بنی قریظه در هنگام مقابله حکومت با دشمنان خارجی باشد. در همین ارتباط رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی در 19 مهر 91 گفت در جنگ احزاب عده منافق و سست ایمان مؤمنان را مورد عتاب و خطاب قرار می دادن که چرا کوتاه نمی آیی و سیاست خود را عوض نمی کنی. این نشون میده که اون پشت چه قلیانی بوده. این مقاومت می کرده آقای خامنه‌ای. آیت الله خامنه‌ای ولی دمت اپوزیسیونش گرم، خیلی باحالید. آیت الله خامنه‌ای همچنین در 26 دی 87 در پیامی به اسماعیل هنیه از رهبران حماس به مناسبت پایان عملیات نظامی اسرائیل در غزه ضمن متهم کردن برخی دولت‌های غربی به عدم حمایت از مردم فلسطین اظهار داشت: خیانتکاران عرب بدانند که سرنوشت آنها بهتر از یهودیان جنگ احزاب نخواهد بود. بنی قریظن اونا هم. حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان نیز در 16 تیر 90 گفت که آقای خامنه‌ای در آغاز جنگ سه روزه این گروه با ارتش اسرائیل در تابستان 1185 در پیامی خطاب به اعضای حزب الله تاکید کرده است این جنگ همچون جنگ خندق است. جنگ احزاب که قریش، یهود مدینه، عشایر و قبایل با تمام نیرو گرد آمده. اما جنگ صفین، جنگ صفین در سال 37 هجری قمری میان سپاهیان علی ابن ابی طالب امام اول شیعیان و معاویه ابن ابی سفیان حاکم شام یا سوریه فعلی رخ داد که از پذیرفتن خلافت امام علی خودداری کرد. طبق روایات شیعیان در پایان این جنگ مالک اشتر فرمانده سپاه علی در آستانه پیروزی و فتح خیمه معاویه بود، اما سپاهیان معاویه با بر سر نیزه کردن قرآن خواستار آن شدند که طرفین به جای جنگ به حکمیت یا داوری میان خود بر مبنای قرآن تن دهند. در نتیجه عده‌ای از سپاهیان علی ادامه جنگ خودداری کردند و او ناچار شد جنگ را متوقف کند و برخلاف میل خود به قبول حکمیت ابو موسی اشعری و عمرو عاص تن بدهد که حاصل آن تثبیت حکومت معاویه بود. جنگ صفین از جمله وقایعی سه گذشته از نامش اسامی تعداد قابل توجهی از افراد و وقایع مرتبط با آن نیز در ادبیات سیاسی ایران کاربرد داشته است. یاد کردن از جنگ صفین در ادبیات سیاسی محافظه‌کاران ایران معمولا برای هشدار نسبت به تبعات تنها گذاشتن رهبر در مقابله با دشمنان یا به عنوان تمثیلی از تبدیل پیروزی به شکست بر اثر خیانت یا سادرنشی صورت می‌گیرد. در همین زمینه رهبر جمهوری اسلامی در 19 دی 88 یعنی ماجرای عاشورا در یک سخنرانی در قم گفت تاریخ جنگ صفین را که انسان می‌خواند دلش می‌لرزد در این صف عظیمی که امیرالمؤمنین به عنوان لشکریان را انداخته بود تا آن منطقه حساس در شامات در مقابل معاویه قرار گرفته بود تزلزل اتفاق می افتاد. بارها این اتفاق افتاد. در اظهار نظر دیگر غلام علی حداد عادل از سیاستمداران نزدیک به آقای خامنه‌ای گفته است بصیرت مردم ایران مانع تکرار جنگ صفین در تاریخ اسلام است. اینو در 29 دی 90 بعد این دو سال بعدش البته آقای حداد عادل تکون میخوره اپا منقل. عبارت فتح خیمه معاویه اشاره به روایت شیعیان از وقایع اخیر جنگ صفین داره که مطابق آن مالک اشتر
فرمانده سپاه علی ابن ابی طالب در حال پیشروی به سمت چادر محل استقرار معاویه خلیفه اموی و در آستانه تسخیر آن بود، اما به دستور علی ناچار به ترک جنگ شد. به اعتقاد شیعیان صدور دستور عقب نشینی از سوی علی ابن ابی طالب برخلاف میل او تحت فشار جمعی از لشکریان صادر شد که تحت تأثیر تبلیغات سپاه معاویه خواستار صلح با سپاه مقابل بودند. استفاده محافظه‌کاران حاکم بر ایران از این تمثیل برای ترسیم شرایطی صورت می‌گیرد که به ادعای آنها حکومت در آستانه پیروزی بر دشمنانش قرار دارد، اما این خطر وجود دارد که پیروزی به علت توقف مبارزه یا عدم همراهی با رهبر تحقق نیابد. به عنوان نمونه در 24 تیر 91 علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران ایران با اشاره به فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی بر سر پرونده هسته‌ای گفت شرایط حساسی تو در دقیقه 90 به سر می‌ری. ما در آستانه فتح خیمه معاویه هستیم. مردم باید بیش از گذشته صبر و استقامت داشته باشند و ما باید آستانه صبر مردم را بالا ببریم. یعنی به خدا دلم میسوزه. قرآن بر سر نیزه کردن. مطابق روایات شیعیان در اواخر جنگ صفین سپاهیان معاویه ابن ابی سفیان که در حال شکست خوردن از سپاهیان علی ابن ابی طالب بودند با به سر نیزه کردن قرآن ها از شیعیان خواستند که از ادامه جنگ خودداری کنند و به حکمیت و یا داوری میان علی و معاویه بر مبنای قرآن تن دهند. در ادبیات سیاسی ایران عبارت قرآن بر سر نیزه کردن از سوی مدافعان و مخالفان حکومت مورد استفاده قرار گرفته و در معنای استفاده ابزاری و غیر صادقانه از مقدسات مذهبی به کار رفته است. به عنوان مثالی از کاربرد عبارت قرآن بر سر نیزه کردن از سوی مدافعان حکومت اظهارات حسین شریعت مدار مدیر مسئول کیهان قابل ذکر است که قبل از انتخابات ریاست جمهوری 88 در انتقاد از استفاده میرحسین موسوی کاندیدای مخالف دولت ایران از شال سبز، یعنی شال سبز اشاره همزمان به رنگ کمپین انتخاباتی آقای موسوی و نیز رسیدن نسب او به پیامبر اسلام بود، گفت شال سبز مقدس‌تر از قرآن نیست و مانند قرآن سر نیزه کردن است. اینو 8 خرداد 88 میگه، هنوز ماجرا شروع نشده. خودش ببین خودش شروع میکنه، چون ماجرا از 22 خرداد شروع میشه دیگه. این 8 خرداد اینو میگه. هی 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 جبلی غم غم، هی هی جبلی غم غم. حکمیت، حکمیت به معنای داوری در اختلاف دو طرف نوعی روش مصالحه بود که در پی جنگ صفین و برخلاف نظر علی ابن ابی طالب امام اول شیعیان برای ایجاد سازش میان طرفین مورد استفاده قرار گرفت. بنابر منابع شیعیان در جریان حکمیت امرؤاس به عنوان نماینده معاویه به گفتگو پرداخت و امام علی تحت فشار سپاهیانش و برخلاف میل خود ابو موسی اشعری را برای انجام مذاکره معرفی کرد. نتیجه حکمیت تثبیت حکومت معاویه در شام برخلاف تمایل علی ابن ابی طالب. شام یعنی همین شامات دیگه، منطقه شامات که امروز یه بخشش سوریه است، یه بخشش لبنان است، یه بخشش همین عراق است. استناد به ماجرای حکمیت در ایران معاصر بیشتر از سوی محافظه‌کارانی صورت می‌گیرد که مخالف سازش با دشمنان نه حکومت هستند و قبول راه‌حل‌های میانه یا مذاکره با این دشمنان را برنمی‌دارند. نمونه‌هایی از این استناد به این واقعه تاریخی چند ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری 88 و در پی تظاهرات اعتراضی روز عاشورا صورت گرفت که منجر به درگیری‌های خشونتبار میان معترضان و نیروهای امنیتی شد و در واکنش به آن مدافعان حکومت در روز 9 دی دست به راهپیمایی زدند.
در چنین شرایطی مدافعان تندروی دولت ایران پیشنهاد برخی چهره‌های میانه جناح محافظه‌کار برای دستیابی به نوعی مصالحه با منتقدان انتخابات برای آرام کردن فضای کشور را به ماجرای حکمیت تشبیه کردند و از جمله سایت رجا نیوز نوشت: به نظر می‌رسد پس از وقایع خونین و صفین گونه عاشورای 88 پس از رسیدن به نزدیک خیمه معاویه های زمان، اینک جماعتی با علم کردن موضوع حکمیت به دنبال فراری دادن خاطیان از مجازات و تحمیل جام زهری دوباره به رهبر انقلاب باشند، حکمیتی که بیشک اشعری های زمان در آن بی تأثیر نخواهند بود. صلح امام حسن. در سال 41 هجری قمری، در حالی که سپاهیان حسن ابن علی امام دوم شیعیان و معاویه ابن ابی سفیان والی شام در آستانه جنگ بودند، بین این دو نفر معاهده ترک مخاصمه امضا شد که در ادبیات شیعه به صلح امام حسن معروف است. مورخان شیعه دلیل این صلح را بروز دو دستگی در سپاه امام حسن و آماده نبودن بسیاری از اعضای این سپاه برای جنگ ذکر کردند. به نظر می رسد که گروهی از شیعیان ایران صلح امام حسن و صلح حدیبیه را وقایعی کما بیش مشابه و نشانه مسالمت جویی یا واقع بینی رهبران مذهبی خود می دانند، اما گروه دیگر این دو واقع را ماهیتا متفاوت می بینند. گروه اخیر این صلح را تضمینی تحمیل شده از جانب خیانتکاران به امام حاضر می دانند، در حالی که ماجرای حدیبیه را تاکتیک پیامبر اسلام برای کسب پیروزی نظامی در آینده ارزیابی می کنند. در چنین پس‌زمینه‌ای بود که بسیاری از ناظران اظهارات شهریور ماه 92 خامنه‌ای در تایید نرمش قهرمانان را غیر منتظره دانستند. این عنوان یادآور کتابی بود که خامنه‌ای قبل از پیروزی انقلاب تحت عنوان صلح امام حسن با شکوه ترین نرمش قهرمانانه تاریخ منتشر کرده بود و یادآوریش نشان دهنده آمادگی رهبر جمهوری اسلامی برای تنیزدائی با غرب تلقی شد. یک روز بعد از این اظهارات، محمد رضای نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت که صلح امام حسن در شرایط فعلی معنی ندارد، چون مربوط به روزگاری است که مردم دور بر ولایت را به خاطر بی بصیرتی ها رها کردند و سرداری برای مقاومت نمانده. رهبر جمهوری اسلامی نیز در 29 آبان 92 گفت که نرمش قهرمانانه مورد اشاره او صرفاً به معنای استفاده از شیوه های متنوع برای دستیابی به اهداف و آرمان های گوناگون نظام اسلامی است. به همین دلیل که من میگم که من مطمئن نیستم که نظام فاسد یک پلن بی نداشته باشد. درست به همین دلیل. همینجا. نظام فریب است، آخونده، کشیشه، ربایه، موبده، کثیف‌ترین طبقه جامعه. واقعه عاشورا یا کربلا. در دهمین روز در زبان عربی روز عاشورا از سال 61 هجری قمری، حسین ابن علی امام سوم شیعیان در دشتی به نام کربلا روبروی سپاهیان یزید ابن معاویه قرار گرفت. این رویارویی که به کشته شدن امام حسین و 72 تن از یارانش انجامید در تاریخ شیعه به عنوان نماد فداکاری در راه عقیده شناخته می شود. مسلمانان جمهوری، مسئولان جمهوری اسلامی ایران تاکنون به کرات، عاشورا و کربلا را به عنوان نماد سازش ناپذیری در مقابل دشمنان و به ویژه دشمنان خارجی قدرتمند چون ایالات متحده مورد اشاره قرار دادند. یکی از خبرسازترین اشاره های صورت گرفته به این مفاهیم در اردیبهشت 79، یعنی حدود نزدیک به یک سال بعد از ماجرای تیر 78، و در جریان یک سخنرانی معروف آیت الله خامنه‌ای انجام شد که در جریان آن مطبوعات اصلاح طلب را پایگاه دشمن نامید و
وی در بخشی از این سخنرانی هشدار داد نه آمریکا نه بزرگتر از آمریکا اگر قدرت‌های مادی باشد قادر نیستند حادثه‌ای مثل حادثه صلح امام حسن را بر دنیای اسلام تحمیل کنند. اگر اینجا اگر دشمن زیاد فشار بیاورد حادثه کربلا اتفاق خواهد افتاد. به همین دلیل که من بازم میگم که تا صد بوی بارود تون شهر نشنوی این گره باز نمیشود. اش نکنید یا مرتبه. ابو موسی اشعری. ابو موسی اشعری نام یکی از صحابه، صحابه یعنی یاران، یکی از صحابه پیامبر اسلام بود که در پایان جنگ صفین به عنوان حکم یا داور منتخب بسیاری از سپاهیان علی ابن ابی طالب برای مذاکره با امرؤاس حکم پیشنهادی معاویه ابن ابی سفیان انتخاب شد. شیعیان معتقدند که در جریان مذاکره امرؤاس موفق شد ابو موسی اشعری را فریب بدهد و نتیجه حکمیت تثبیت حکومت معاویه در شام برخلاف نظر امام علی بود. در میان سیاسیون شیعه ایران تشبیه افراد به ابو موسی اشعری عمدتا نشانه متهم دانستن آنها به فقدان هوشمندی سیاسی بوده است. در اشاره به این معنی متقی مسوای یزدی نظریه پرداز نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی خود در دفتر خامنه ای در 25 فروردین 89 گاه انسان با تقوا متدین و عالمی پیدا می شود که انسان ساده است، یعنی به راحتی سرش کلاه می رود. به عنوان مثال در داستان جنگ صفین شاید بتوان گفت ابو موسی اشعری این گونه بوده است و او در قضیه حکمیت فریب امرؤاس را خورده. در این حال به نظر می رسد منصوبان خامنه‌ای در سالهای اخیر تشبیه را برای انتقاد از آن گروه از منصوبین حکومت نیز به کار می برند که در درگیری میان جمهوری اسلامی مخالفان آن بی‌طرف می مانند. به عنوان مثال روزنامه کیهان در 26 مرداد 90 در واکنش به اظهارات علی مطهری نماینده مجلس که پیشنهاد کرده بود در انتخابات ریاست جمهوری 92 فردی رئیس جمهور شود که وابسته به هیچ یک از دو جریان سیاسی محافظه‌کار یا اصلاح طلب نیست نوشت استفاده از تعابیری نظیر فراجناهی در پس چنان فتنه‌ای یعنی اعتراضات خیابانی به نتایج انتخابات 88 در عمل به منطق مغلوط کسانی منتهی خواهد شد که در نبرد صفین به جای همراهی جبهه دنبال فردی ظاهرا میانه رو به نام ابو موسی اشعری رفتن. اما امرؤاس از فرماندهان ارشد سپاه معاویه ابن ابی سفیان در جریان جنگ صفین بود که ترفند قرآن بر سر نیزه کردن از جمله ابتکارات وی در جریان آن جنگ محسوب میشد. بنابر روایت شیعیان این ترفند باعث شد تا بسیاری از اعضای سپاه علی ابن ابی طالب اعلام کنه حاضر نیستن به جنگ با کسانی که به قرآن اعتقاد دارن ادامه دن. سیاستمداران شیعه ایران از جناح‌های مختلف سیاستمداران فریبکار را امرؤاس لقب میدهند. محافظه‌کاران بعضن از این تمثیل برای اشاره به سیاستمدارانی استفاده میکنن که علیه رهبری خدعه میکنن. در استفاده از چنین تشبیه متقی مسوای یزدی در جریان سخنرانی خود برای ناظران شورای نگهبان در 9 دی 91 گفت قبل واژه آزادی را مطرح می کند و از آن افسار گسیختگی و رهایی از عقل برده هوای نفس شدن را اراده می کند. این شگفت بیش از این نیز مورد استفاده شیاطین قرار گرفته است. همچنان که امرؤاس فریاد وحدت بین مسلمین سر داد و یا اظهار داشت حکم باید حکم خدا و قرآن باشد حکم و اظهار داشت حکم باید حکم خدا و قرآن باشد، اما هرچند این کلمات درست و حق است از آنها هدف باطلی ارائه شده است. این میگه حقوق بشر رعایت کنی هدفش باطله. عمار یاسر یکی از یاران پیامبر اسلام و امام علی امام اول شیعیان بود. وی از مورد اعتمادترین فرماندهان علی محسوب می شد که به گفته شیعیان نقش تعیین کننده‌ای در تبیین دیدگاه‌های علی برای دوستان و دشمنان وی داشت و در جنگ صفین کشته شد.
حامیان سرسخت رهبر جمهوری اسلامی ایران عمار را مظهر بصیرت به معنای تشخیص درست حق از باطل می‌دانند و به مدافعان حکومت توصیه می‌کنند که در درک درست دیدگاه رهبر از او الگو بگیرند. این نوع نگاه به عمار و نقش او به ویژه بعد از انتخابات ریاست جمهوری 88 که در جریان آن بسیاری از حامیان حکومت ایران به بی‌بصیرتی متهم شدند رواج بیشتری یافت و مبنای تأسیس تشکلی به نام پایگاه فرنگی عمار شد. اعضای این تشکل که به عماریون نیز شهرت دارند با الهامگیری از دیدگاه‌های متقی نظریه پرداز نزدیک به رهبر ایران به فعالیت سیاسی و تبلیغاتی می‌پردازند. در توصیه‌ای به لزوم الگو گرفتن مدافعان حکومت از عمار، خامنه‌ای دو ماه بعد از انتخابات 88 در سخنانی در جمع اعضای دفتر رهبری و محافظان خود گفت یکی از کارهای مهم نخبگان و خواص تبیین است حقایق را بدون تعصب روشن کنند، بدون حاکمیت تعلقات جناحی و گروهی و بر دل آن گوینده اینها مضر است، جناح و اینها را باید کنار گذاشت، باید حقیقت را فهمید. در جنگ صفه یکی از کارهای مهم جناح عمار یاسر تبیین حقیقت بود. و بعد هم آخر سر به مالک اشتر میرسد که همچنان این داستان ادامه ده. اما مالک اشتر یا مالک اشتر نخعی از معروفترین فرماندهان سپاه علی ابن ابی طالب بود که به اعتقاد شیعیان در جنگ صفین در آستانه فتح خیمه معاویه قرار داشت، اما سپس به دستور علی که برای پایان دادن به جنگ تحت فشار سپاهیانش قرار گرفته بود ناچار به رها کردن نبرد شد. در ادبیات محافظه‌کاران حاکم بر ایران تشبیه یک مقام سیاسی یا نظامی به مالک اشتر نشان دهنده معرفی وی به عنوان کسی است که توان و استقامت زیادی در مقابله با دشمنان رهبری دارد. به عنوان نمونه در 24 دی 90 عده‌ای از هواداران احمدی نژاد رئیس جمهور وقت در هنگام بازگشت او از سفری به آمریکای لاتین به استقبالش رفتند و شعار مالک اشتر علی خوش آمدی خوش آمدی سر دادند. محافظه‌کاران همچنین ممکن است با تشبیه یک سیاستمدار به مالک اشتر اطاعت کامل آن فرد از دستورات رهبری جمهوری اسلامی را مد نظر داشتند. به نظر می رسد که عده‌ای از هواداران علی اکبر ولایتی کاندیدای ریاست جمهوری سال 92 ایران بر مبنای چنین دیدگاهی او را مالک اشتر امام و رهبری نامیدند. اینم به نظر من کار خوبی بود از این آقای حسین باستانی که نشون میده که ماجرا چیست و به کجا میرود. خب بهمن نوشته استش که به دلایل تاریخی نه به طور قطعی ایرانیان موارد زیر به ترتیب اولویت برایشان مهم خود، خدا، دین، خانواده میهن. تا میهن و افراد آن میهن برای موجود ایرانی از اولویت اول برخوردار نگردد کاری از پیش نخواهیم بود. به نظر میرسه که یک ایرانی دیگری برایش مهم نیست. چرا ما اینقدر از هم دیگر بدمون میاد؟ آره دیگه، میهن میهن اینا تمام این دنیا بر اساس همین کلمه اینا دور هم جمع شدن بر اساس مثلا شما این مملکت فدراسیون سوئیس رو نگاه کن دیگه، ببین اینا چی جور شدن. اینا یه عده قبایلی بودن میرفتن تو این کوه ها زندگی میکردن، هنوز هم زندگی میکنن تو کوه ها زندگی میکنن دیگه، همش کوه دیگه، چی داره؟ اینا یه وقتی به عقل آمدن، اینا از این بالای کوه میمدن میرفتن بالای اون یکی کوه، اونا رو میزدن، مالشون رو میدوزدن، گاواشون رو میدوزدن، برمیگشتن فرار میکردن میرفتن تو کوه، اونا دوباره تجهیز میشدن یه گروه دیگه از اون برای کوه میومدن ولی خالصه همش این کار. یه روز تصمیم گرفتن که آقا ما یه فدراسیون درست کنیم که هنوزم بر اساس اون فدراسیون اداره میشه. یکی از عجیبترین انواع حکومت ها در جهان است. رئیس دولت یا رئیس جمهورش به صورت دوره‌ای است، یعنی انتخابات که صورت میگیره در 12 تا وزیرن و هر کدوم از اینا میتونن که 2 سال رئیس میشن، این تموم میشه یه وزیر دیگه میشینه جایی، همجور دوره‌ای. خیلی سیستم غریبی دارن. در اینکه چطور شد که از این وحشیگری دست کشیدن
میهن تو آلمان، تو نروژ، تو فرانسه، تو سوئیس، تو هر جا که نگاه بکنی همینو می‌بینی. تو آمریکا چطور میشه وقتی یه اتفاقی یه جای آمریکا میفته همه آمریکا به حرکت در میان؟ مال ما اینطور نیست. میگه بختیاری ها حرکت کردن، در حالی که این به توهین کرده، به تاریخ ایران توهین کرده، به بختیاری توهین نکرده. بختیاری بهانه است، حفظ نظام نشان است. به تاریخ توهین کرده، اینو میاره خوردش میکنه تحت قالب به بختیاری ها توهین شد. آقا خیری بلوچا خیری، نه این به ایرانی توهین شده است، به تاریخ ایران توهین شده. هر چی مردم ما نوکر انگلیس ها بودن، شما ها نوکر انگلیس ها بودی. تاریخ پیدایش شما رو انگلیس ها درست کردن اصلا. های نریم دوباره تو تاریخ بگردی. جنگ میکردن، جنگ های عثمانی بود با اونوریا، جنگ های صلیبی دیگه. رفته بودن پیش رفتن یوگسلاوا چرا مسلمونه؟ داستان یریچری ها چیست؟ یریچری رو میوردن، بچه ها رو درست میکردن، تقویتش میکردن، یه جور هورمون بهش میزدن، چه میکردن باهاش؟ اینا قوی میشدن، گونده قول میشدن، اینا فهم میکردن اینا قولن. تا یه بار یک چند تا از اینا رو اسیر کردن، رفتن پاپ اعظم مراسم نیایش به جا آورد که این ترکه قول بیابونی نیست، این آدمه، یریچری آدمه. جنگ بود، این آمده از این پشت جبهه دیگه باز کرد. شاه اسماعیل صفوی، بابا، ننه، جد، آباد، همه سنیان. شیخ صفی رهبر سنیان جهان یه تبدیل میشه به شیعه، شمشیر بشه شیعه کنی. بفهم عزیزم، من خوبه اگه شما با کمک مالی بکنی بهتر میشه. بفهم همیشه میگی ولی نمی کنی، خب میگی ولی انجام نمیدی. آره هم منتظری من بگم فقط بفهم. آره برم توی چی دیگه، چی میگم اونجا رو چی هستش؟ یاو نه یاد نیست کدوم اون نمیدونم راجع به چی حرف میزنی. پول میفرستی آنلاین به کجا باید پول بفرستی؟ شما که نمیفرستی چه فرقی برات میکنه که؟ شما میگی رد میشه. نه نه خب تری فرستادم. ببین کی؟ از اونجا من ممبرم اونجا. کی؟ کی؟ سه سال پیش. یا نه یا نیست کدوم اون، اونو به من بگو. پیپا، از طریق پیپا. پیپر سه سال پیش یه دفعه فرستادی. هم بگو بفهم. جون آره ببین آقای بهبانی، حقیقت مطلب من میخوام یعنی دوباره با سرزده کنیم را. ببین آقا من از قدیم و ندیم گفتن که چیه حقیقت تلخه. ما وقتی میگم ما، ببین من منظورم، ببین من وقتی اینجوری هم دارم یعنی میخوام کلیرفای کنم، اینجوری نیست که بگم نه تو هستی من نیستم. خب من منظورم اینجوری نیست. وقتی من میگم مثلا ما، منظورم 100% آدم ها نیست. ببین هیچ چیز، هم شما هم اینو صحبت رو کردی، هیچ چیز در جامعه مطلق نیست، مثلا یه اکثریت و اقلیته. خب آره پیدا میشه 5%، 10%، 10 نفر این بر 20 نفر اون بر که فرق میکنه، ولی وقتی صحبت میکنیم ما داریم اکثریت رو میکنیم. آقا ما ببین آدم های بدون پرینسپ هستیم. یعنی چی؟ یعنی حرفی که میزنیم با عملی که میکنیم با هم روانی نداره. من اینجوری احساس میکنم. ما پرابلم داریم، میبینی؟ یعنی مثلا
میاد میگه که آره همین حرفی که مثلا شما میزنید هموطنی این اون تا یارو پشتشو برمیگردونه 15 بهم بهش پشت میده. ببین آقا من منظورم اینه که سعید جان ما چندین سال الان داریم صحبت اینا رو یاد. من خودم آقا به این نتیجه یعنی رسیدم واقعا میگم وقتی میگم رسیدم اینجوری رسیدم اینطوری که خب به خودم نگاه میکنم به زندگیم به چی میگم فک فامیل پدر مادر اون یکی این وری به قول محروض رو میگن به آدم نگاه میکنه اینا بگینی آقا پرابلم همونه یعنی پرابلمی که من دارم یک نفر دیگه هم همون پرابلم داره. فرق معامله در اینه که اگر من پرابلم دارم شاید حاضر باشم بیام بگم این پرابلم دارم اون یکی میخواد بار بکنه زیر دست چاخان کنه بگه نه من این پرابلمو نمیدن اینجوری نی اون حرفی که مثلا تو میزنی در باب ما صدق نمی کنه در حالی که میکنه. آقا درد ما درد فرهنگیه، درد اخلاقیه، درد رفتاریه. هزار تا ما از این دردا داریم. یعنی چی؟ یعنی همین صحبت ها. وطن برامو معنی نداره، همسایه رفیق یارو کرده به اون احترام کرد ممکنه بیاد بگه آقا مثلا او آره دیدی چی کار کرد فلان تو اینو کرد، ولی وقتی میری میگردی در درمینا ککشم نمیگردی ازم آدم مهم نیست، ازم آدم مهم نیست به ترک بچه منو گرفتن اعدام کردن نکردن که اون یکی و اون یکی رو به رو خیابونی بود بده باقی مزن بره. آقا ما اخلاقای اینجوری داریم، ما کارنامه داریم، اگر اینجوری نبود اخلاقای اینجوری نداشتیم، باورهای اینجوری نداشتیم، فرهنگ اینجوری نداشتیم که به اینجا نمیرسیدیم. حالا بس به اینجا میرسه که یکی میاد میگه آقا آمو این دردها تقصیر من و تو و حسن و حسین و اینا مثلا نیست، تقصیر کیه؟ اون یارو دولت و حاکم و شاه، اون یارو اومد اونجوری بود کج بود فلان بود ما رو کجمون کرد. حالا اون خوبجاه بحثه که من اونم حقیقتش قبول نمی کنم آشاه تو کجه، خب اون اومد کی تو رو کجت کرد؟ حالا من تو باید منظورم کج رو تازه بگی مثلا بوده و کرده اون که دردی از من تو حل می کنه، دردمون رو حل نمی کنه که این محمد رضا پهلوی اومد منو یه آدم کراپ کرد. آقا خب منو خانوادم و همه رو اومد کرد کراپ. اون حالا چی کار کنیم؟ یارو که مرد رفت ما موندیم تو این داستان. کاری ندارم، ولی دلیل این که حقیقتش امروز آقا زنگ زدم ببین عزیزم ما به این نتیجه فکر میکنم اکثریت به این نتیجه رسیدن که تو اون مملکت باید مردمی منظورم بلند شه یه انقلاب بکنه که نظام فاسد رو بکشه پایی. یعنی اینجوری دیگه رسیدیم که آمریکا و فرانسه اینا ما رو نجات نمیده، از خارج هم که اپوزیسیون هم که خبری نیست، آلترناتیو اینا هم که نداریم. اونجوری آقا سوالی که در فکر من همیشه اینجوری میاد اینه در این 35 سال 36 سال تمام این داستان هایی که ما دیدیم شنیدیم که لازم به خیلی همه رو دیدیم دیدیم و شنیدیم و شاهد بودیم و فلان و اینا، به نظر شما یا به نظر هر کی چرا من اینو میپرسم؟ هایی دارم بذار بگم چرا من اینو میپرسم. برای افرادی که میاد میگه آقا راه نجاتی هست، قراره یه اتفاقی بیفته و خواهد افتاد یه روزی. حالا منتظره تو خیلی هستن از روشن فکرها اینا میاد منتظر مثلا یه موقعیت زمان یه حالتیه که به وجود بیاد که این مردم این نظام رو بکشه پایین. سوال من این است که در این 35-36 سال چه اتفاقی قراره در اون مملکت بیفته که نیفتاده قراره بیفته که این مردم با شرف بزرگ با ایمان ما رو تحریک به یه نقطه‌ای به یه جایی برسونه که بگه آها الان من میریزم تو خیابون ترتیب این نظام فاسد رو میدن.
اون که منظورم اینه که ما هزاران موقعیت داشتیم. دوباره میخوام یعنی توضیح بدم چرا اینو میگم. من میگم ما تا حالا در این 35 36 سال شاید هزاران دلیل داشتیم که بتو یعنی بهانه دلیل هر چی که بیایم تو خیابونا و این نظام فاسد رو بکشیم پایین. خب تا حالا نکردیم، تا حالا نشده. خب قرار چه بشه که الان ما رو بیاره بیرون؟ 88 اومد چه روز؟ خب آقا من اومدم به یارو حسن آقا، حسن آقا رأی دادم، تو رأی منو دزدیدی فلان و اینا. خب اون اونجوری شد، بعد پاشد رفت خونه. خب حالا قراره چی بشه؟ بسیار یعنی من... اینو من به اونایی میگم که میگه قراره یه اتفاقی بیفته. Yes. من میگم آقا چه جوری تا حالا این همه اتفاق افتاده که خبری نشده، قراره چی بشه؟ نمیدونم. خلاصه آقا شما اینو توضیح بده، منم برم دنبال پیپر. برو بریم که بالاخره تو انجام میدی یا فقط میگه؟ خدا فقط میگه، منصور فقط میگه. به عمل کار برآید، به سخندانی نیست. عرضم بزرگی چه چرا همیشه اتفاق میفته، بعد یه دونه امرآس اون وسط پیدا میشه بهش میگیم اصلاح طلب. زود قرآن سر نیزه میکنه و میگه آی مسلمانا به سمت قرآن تیر ننداز. همین اتفاقاتی که میبینی، همین هایی که تعریف کرد حسین باستانی خوب تعریف کرد. به قول فرنگی ها دمش گرمه. بلند نیستیم دیگه. نمیشه آقای محمد ملکی به من بگه که فریبم داد. تو فریب خودت، خودتو فریب دادی، ملت خودشو فریب داد. درود بر نادرپور. نادرپور قشنگ میگه، اگه اون ویدیوشو پیدا کنم خیلی خوب میشه. حتما آقای لیمونادی داره، باید برم بگم اون تیکه رو پیدا کن برای اون پخش کن. میگه یه وقتی یه موقعی از سال عمر در عقرب میشه، ماه نمیدونم نزدیک میشه، چه میشود؟ بعد این ماهی های سمن، لاکس یا سمن یا هرچی اسمش هست، اینا خودشون از آب پرت میکنن بیرون، یا نزدیک ساحل و پلپ به خودشون میزن بیرون از آب، خودکشی دست جمعی میکنن. یه عده طرفداران محیط زیست و علاقمندان به حیوانات راه میفتن در اون شب مخصوص، میرن لب دریا وامیسن، اینا که خودشونو پرت میکنن بیرون اینا رو میرزن تو. نادرپور معتقد بود که ملت ایران دو بار این کار کرد، یکی در 57 این کار کرد، یکی در 76 این کار کرد، 20 سال بعدش. یه بار در 57 انقلاب کرد، یه بار در 56 خاتمی رو آورد سر کار، دو بار خودکشی کرد. شما گرتون از اونجا شروع شد، اونجا بود که امرآس اومد قرآن رو کرد سر نیزه. و این داستان همچنان ادامه دارد. سپاه پاسداران به عنوان یک نیروی فاسد مثل اره به ماتت جمهوری اسلامی است. نه بیرون میره، نه میتونی بکشی، نه میتونی تو بیاری، هیچ کارش نمیتونی بکنی. به همین دلیل فرامرز دادرس یار نازنین ما در سایت بنیاد فرهنگ ایران می نویسد که میانجیگری علی خامنه‌ای میان حسن روحانی و سران سپاه. پژواک ایران هم اینو منتشر کرد. او می نویسد به گزارش نشریه فرانسوی جهان اطلاعات، طی دو هفته پیش علی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی ناچار شده است در حل اختلافات میان شیخ حسن جوری، نه شیخ حسن روحانی، شیخ حسن جوری داشت بزرگش بود، اونم مال همون منطقه، تصادفا مال همون بیابونان، رئیس جمهور اسلامی و سران سپاه پاسداران نقش میانجی را بازی کرد. این نشریه نوشت رئیس دولت ایران از هنگام انتخاب به این مقام میکوشد تا نفوذ سپاه پاسداران را در زمینهای اقتصادی و سیاسی محدود کند. روحانی در واگذاری قراردادهای تجاری به شرکت‌های تابع سپاه پاسداران و بستگان سران سپاه به ویژه به قرارگاه خاتم الانبیا سختگیری‌هایی را اعمال کرده است. این نشریه اطلاعاتی معتقد است که میانجیگری خامنه‌ای از افزایش یک بحران جلوگیری کرده است.
نشریه فرانسوی جهان اطلاعات در خبر کوتاه دیگری نوشت حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از سوی حسن روحانی زیر فشار قرار گرفته تا از این پس زیر نظر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی واجا به کار خود ادامه دهند. اون بهش میگفت ساواما. ولی حسین طائب این فرمان رئیس جمهور را اجرا نمی کند. به نظر حسن روحانی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بیش از اندازه در زمینه مسائل مالی و عملیاتی مستقل است. حسین طائب از مشاورین نزدیک سردار محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران باشه. پس از گذشت 35 سال از انقلاب اسلامی سپاه پاسداران به صورت قده سرطانی حکومت اسلامی در آمده و با گذشت زمان بزرگتر و خطرناکتر می شود. سپاه به دلیل ساختار انقلابی که در قانون اساسی برای آن پیش بینی شده است در دنیای مدرن امروز دیگر جایی در مناسبات بین المللی ندارد و به گونه ای دست و پای جمهوری اسلامی را بسته است. یک زبانزد فارسی میگوید در مسجد است، نه میتوان آن را از جا کند نه میتوان آن را سوزان. این مؤدبانه و ارهه بود. من چرا بی تربیتم؟ سپاه پاسداران به همراه سازمان های زیر فرمان خود مانند بسیج به یک دولت کاملا نظامی تبدیل شده و کشور را زیر کنترل خود قرار دارد. حکومت اسلامی از پایگاه مردمی برخوردار نیست و برای بقای خود روی تنها اهرم قوی و سرکوبگری که در اختیار دارد حساب میکند. جمهوری اسلامی ناچار است با همین قده سرطانی بسازد. بایستی توجه داشت که مدارا و تکیه کردن به سپاه در دراز مدت غیر ممکن خواهد. جمهوری اسلامی برای خارج شدن از این وضعیت بغرنج ناچار است دست سپاه را تا اندازه زیادی از مسائل مهم کشور کوتاه کند. ولی نه خامنه ای و نه روحانی و نه هیچ فرد دیگری در کشور اکنون جرأت انجام این کار را ندارد. تنها کسی که می توانست این کار را انجام دهد خود شخص حاجی روح الله خمینی بود. یکی از بزرگترین اشتباهات خامنه ای بازگذاشتن دست سپاه در امور اقتصادی کشور بود. در هر جا که گروهی توانست اقتصاد یک کشور را در اختیار بگیرد بیشک به قدرت سیاسی نیست تبدیل کند. این دروغه، این دروغه آقای دادرس و این مجله بگو این دروغه. اون کسی که این طرح را آورد آقای رفسنجانی با طرح تعدیل اقتصادی بود. همین کاری که آقای روحانی امروز میخواد بکنه، همین که الان روحانی میخواد بکنه همونه. تعدیل اقتصادی، طرح بانک جهانی، صندوق بین الملل. اون صندوق بین پول میگه من به تو پول میدم به شرط که اینا رو اجرا کنی، اقتصاد بازار آزاد رو پیش ببری. همه بازی از سر این الان اقتصاد بازار آزاد در یه جامعه بیدر پیکر بیقانون. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. ایشه شما به هم بگی بلاغا خودی که آمریکا نگاه کن، آمریکا قانون داره. آقا همینو بردن تو اروپا، ببین چه ماجرایی از سال 2000 اتفاق افتاده تا حالا. پایش رو خانم تاچر بجوش بهش میگه عصر تاچریز، آیرن لیدی، بانوی آهنی، زنی که چهره تاریخ جهان رو تغییر داد. یکی از القاب تاچر است، زنی که تاریخ چهره تاریخ جهان را تغییر داد، فیسش رو عوض کرد. ببین چه مکافاتی کشیده اروپا، چرا که بر اساس دولت رفاه بنیاد گذاشته شده بود. در مقابله با تندروی کمونیز او یه نوع دولت رفاه رو آورده بود سر کار، یه جور سوسیالیسم رو پرورش داده بود. من گفتم نه، اقتصاد بازار آزاد، بریم ببینیم چی میشه. شوروی سقوط کرد، اینو آقای رفسنجانی آورد. نه خامنه‌ای. خامنه‌ای چیکاره بود؟ خامنه‌ای از عدد نبود، بدبخت. خامنه‌ای زرنگیش در این بود چون بلد بود، میدانست داستان رو، مثل دکتر ملکی و
مثل مهندس بازرگان و مثل خیلی آدم های خوب دیگه ما نگفت انشالله گربه است. گفت نه آقا این سگ هاره نجسه میزنه پاتو میجه. اومد گفت آقا برید برید بدوزید و جنگ تمام شده بود دیگه، اینا برگشته بودن. یکی از دلایل کشتار 67 هم همینه، نه اینکه مجاهده حمله کرده. مجاهده چرا بقیه رو کشتی؟ چرا کسانی که حکمشون تموم شده بود و گرفت اعدام کرد؟ برای اینکه اینا حکمش تموم شده حالا میخواد بیاد بیرون، اینکه آروم نمیگیره که. بیگناه منی کردی 7 سال 6 سال 5 سال کردیم زندان، برای چی من کردی زندان؟ یه وقت یادمه که اولین زندانی سیاسی رو که آوردم رو صفحه تلویزیون ها یک شخصی بود به نام رسول. اونایی که برنامه من رو دنبال کردن یادشونه داستان رسول دارم بندیش برات پخش بود. جیگرت کباب میشد وقتی رسول حرف میزن. جز همونایی بودش که این عباد همین علی ربی که الان وزیر کار امور اجتماعی شده گفت میخواستم اینا رو مال آذربایجان بود دیگه، گفت اینا رو می‌خواستم زندانی‌ها رو منتقل کنم، کردم آدم نداشتم، کردم تابوت درشو با میخ بستم گوشتم تو کامیون گفتم ببرید تعویض. وقتی رسیدن من چند تاشون مردن، 9 تاشون 19 تاشون 29 تاشون چند تاشون مرده بوده. میخنده میگه با خنده تعریف میکنه اصلاح طلبته، این امر آسه، قرآن رو سر نیزه میکنه میگه مسلمونا به قرآن تیر نزن. اینا از زندان میخواستن بیان بیرون چیکار میکردن؟ میومدن تو جامعه. صمد هم از جبهه برگشته بود. ببین اون فیلم صمد رو ببین دیگه. پرویز صیاد، درود دارم به پرویز صیاد، من باور دارم پرویز صیاد رو. گفت به ما گفتن اسلام در خطر است، رفتیم جبهه دیدیم نه آقا جان خودمون در خطر است. حالا که برگشتیم دیدیم که گدائلی و رفیقاش همه پولدار شدن، ما بدبختر شدیم. خوب نداره برید اقتصادی کنید، هر کاری دلتون خواهد. یک کیف سانسونت دستش تو اروپا و آمریکا یادت میاد؟ اونایی که اون سالا اینجا بودن سالای 90 یادتون میاد یک کیف دستش بود نفت میخواست بفروشه برنج برای ایران؟ خدا وکیلی با چند تا از این آدم ها برخورد کردی تو سالای 89 و 90 و 91؟ کیف سامسونتی هایی که نفت میخواستن بفروشن از ایران، از اینجا برنج بخرن برای ایران. وزارت اطلاعات رو بسشو بازو رو به شرکت درست کنی. این که بهت میگم این حقیقته. بنیاد مستضعفان کاندوم میابرد، اون یکی شهدا بنیاد شهید وازلین میابرد. اینی که من میگم فکر نکنید دارم دروغ میگم بالا میکنم پایین. اون یکی موتورسیکلت میآورد، اون یکی کاسک موتورسیکلت رو میآورد. همین ماجرای قتلا در اروپا، همین دارابی مارابی میکنوس اینا نیا کن، همه شرکت های بازرگانی بودن. شاپور بختیار شرکت های بازرگانی بودن، از طریق شرکت های بازرگانی ویزا می گرفتن می اومدن می رفتن تو اروپا می چرخیدن. همین یارو مرتی که حسین موسویان که در اون جنایت میکنوس دست داره از همین بازرگانی ها می آورد اینا رو تحت عنوان تاجر می آوردن می رفتن. نه از قول من بهش بگو آقای داردست که خامنه ای اشتباه نکرد، خامنه ای درست عمل کرد. خامنه ای روز اولی که اومد سر کار فهمید که آقا بر دوش سپاهیان میتوانی بر دیوانیان حکومت کنی. هر روز اول که اومد رفت شد نماینده امام در وزارت دفاع بین ارتش و سپاه اینجا اون وسط میچرخی، هر کنونشو قوی تره برن سمت اون. سپاه پیروز شد رفت به سپاه. نه اشتباه خامنه ای نبود،
خامنه‌ای زرنگ بود، رفته بود از ثانیه اولی که اومد توی مازی راش دادن رم به عنوان نماینده امام تو شورای دفاع و وزارت دفاع اونجا رفت کار کرد، ایش نرفت جای دیگه، بعدم شد رئیس جمهور. رفسنجانی این کار کرد. به حال بازگذاشتن دست سپاه در امور اقتصادی در هر جا که گروهی توانست اقتصاد یک کشور را در اختیار بگیرد بیشک به قدرت سیاسی نیز تبدیل خواهد. خامنه‌ای پس از پایان جنگ میان ایران و عراق به لطف دوست دوران جوانی خود هاشمی رفسنجانی به مقام رهبری رسید. او خوب میدانست که بر جایگاه محکمی تکیه نزده است، به همین دلیل به فکر پیریزی و ساختن نیروهای وفادار برای دستگاه رهبری خود افتاد. خامنه‌ای با فرمانی اجازه داد که سپاه در امور اقتصادی وارد شد. خامنه‌ای روش محمد انور سادات رئیس جمهور مصر را پیش گرفت. انور سادات خود از روش خلفای عرب بهره گرفته بود. انور سادات پس از امضای قرارداد صلح در کمپ دیوید دست ارتش مصر را در سه جنگ پیاپی با اسرائیل شرکت کرده بود و اکنون کار مهمی نداشت در امور اقتصادی مصر بازگشت. هم اکنون ارتش مصر به بزرگترین کارفرمای مصر تبدیل شده است. تفاوت انور سادات نظامی با تجربه با سیدعلی خامنه‌ای آخوند بسیار است. خامنه‌ای آخوندی که حتی خدمت سربازی انجام نداده است. او تنها با ادعای علم لدنی که گفته می شود در وجود رهبر انقلاب اسلامی نهفته است مقام فرمانده کل قوا را در اختیار دارد. گذشته از آن پس از انقلاب ضد سلطنتی در مصر همه رؤسای جمهوری مصر از نظامیان بودند و می دانستند که چگونه همقطاران خود را کنترل کنند. سپاه پاسداران به خوبی دریافته است که به تدریج باید از صحنه اقتصاد و سیاسی ایران کنار رود. سپاه نمی خواهد تسلیم این نقشه شود. سپاه به انتظار مرگ خامنه‌ای نشسته است. پس از مرگ خامنه‌ای دست سپاه بسیار بازتر خواهد شد. از این پس این سپاه است که رهبر مطیع خود را تعیین خواهد کرد. بیشک داستان سپاهیان ترک و خلفای اسلامی بار دیگر تکرار خواهد شد. سپاه پس از پی بردن به این نقشه همواره به دنبال بهانه می‌گردد و اظهار نارضایتی می‌کند. وعده‌های حسن روحانی مبنی بر حفظ سهم سپاه در امور اقتصادی و سیاسی این نیروی تعیین کننده در کشور را آرام نکرده است. روحانی در دیدار با فرماندهان سپاه کوشید نگرانی‌های آنها را برطرف سازد. حسن روحانی از ضرورت مشارکت سپاه در پروژه‌های بزرگ اقتصادی دولت و اینکه سپاه در پروژه‌های اقتصادی رقیب بخش خصوصی دولت شده است سخن گفت و مسئولیت سپاه را حفظ کشور و نظام توصیف کرد. سپاه پاسداران در میان اکثریت ایرانیان جایگاهی ندارد و مورد تنفر مردم است. به همین دلیل برخلاف خواست اکثریت مردمی که به حسن روحانی رأی دادند در کار سنگ اندازی در روند مذاکرات اتمی رژیم اسلامی با شش کشور میکوشد. سپاه هرچه بیشتر به روسها نزدیک میشود تا مانند رژیم بشار الاسد از پشتیبانی روسها برخوردار شود. روز چهارشنبه 19 فوریه 2014 فرمانده کل سپاه در جمع بسیج دانشجویان برای چندمین بار ناخشنودی فرماندهان سپاه را از مذاکرات با گروه 5 به اضافه 1 ابراز کرد. محمد علی جعفری فرمانده سپاه گفت اکنون ما باید بغض در گلو فرو ببریم و منتظر شویم ببینیم نتیجه مذاکرات چه می شود و سکوت می کنیم. به افسود باید خطوط قرمز نظام در این مذاکرات حفظ شود. به نظر می رسد که منظور جعفری از خطوط قرمز نظام همان خطوط قرمز سپاه باشد. در این میانه علی خامنه‌ای دو دوزه بازی می کند. وی از سوی مایل است که از استقلال و قدرت سپاه در حکومت خود بکاهد ولی از انجام این کار هم ترس دارد و هم برای رویارویی با شورش‌های احتمالی به سپاه وابسته است. فرامرز دادرس کارشناس اطلاعاتی فرانسه. اینم از ماجرای آقای فرامرز دادرس و مجله جهانی. بالاخره آقا منصور $50 کمک کرد. دمش گرم آقا منصور. نه بالاخره کمک کرد آقا یه چیز. نشته آقا الان 5 ساله که داری تلویزیون میهن نگاه میکنی ماشاءالله که وزدم کوچه رو تلویزیون کمک باید نمیکنی. بالاخره $50 داد آقا منصور. خدا رو شد. دستش درد نکنه. ببین.
مالک اشتر، مالک اشتر آقا رو باید که ای برندان مکنه زاهد بله. حالا بیت اولی شدم بیاد عرض میکنم، ولی بیت آخرش میگه حافظ اگر حافظ اگر بله اگر خلاصه جامی به کف آوری در انتهای غزل میفرماید که اگر جامی به کف آوری از اون جایی که باید به کف بیاری یعنی از می وحدت تو رو یک سره میبرن به بهشت. یکی بله ای برندان مکن ای زاهد چی بود؟ من نتونم به زبان شما زیباست بود. بله بله ای برندان مکن ای حالا اگر یادم بیاد برای عرض میکنم. من همه ایزا بگیم که اصلا از شما خواهش کنم که شما یک غزل حافظ دیگری رو که یادم هست خواهش میکنم. آها ای بزن ای برندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت که گناه دیگری بر تو نخواهند نوشت. من اگر خوب نیکم اگر بد تو برو خود را باش هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. جون من بگو، جون من اینم بگو، خلاصه داستانی داریم از این. اینم مالک اشتر آقا بود، اشتر پشتر آقا را عشق است. خلاصه که داستان غریبی است نازنین. اوکی بذار یه درنگی بکنیم برگردیم در خدمتت باشیم. بگذار این نیز بگذره اما خنده داره، خیلی خنده داره. قصه ما قصه خنده داری است، قصه ملت ایران. این کتابه مال یارو، کتابا رو میخونی، هر کتابی که میخونی میبینی که توشید چی نیست، حالی حالی. هی آره این عکسام ببینو حالشو ببر، به قول معروف که عکسو ببینو حالشو ببر. ماشاءالله تو دو دستی هم جمع میکنه. یادمه که یک سوید که بودیم توی کمپ و اینا، یه نفرم با ما هم کمپ یه همشه مثالی میزد، خودش مدعی بود که مال شهر نوه. بعدم گوه آقا کمک که معناش نیست که یکی داره کتک میخوره بریم همون زیر درش بیاریم. کمک یعنی این که یکی هم داره پول پیدا میکنه ما رو کمکش کنیم سر گونی رو بگیریم. حالا این آج آقا هم دارن به همدیگه کمک میکنن، سر گونی رو میگیرن که اون این پولو بتونه ببره. اما آقای شهباز نخعی میگوید که جام زهر و این همه ادعا. میگه شب زفاف شیطان بزرگ و حکومت آخوندی کمترین شباهتی به صبح پادشاهی ندارد. اکرابی رغبتی اگر نه بغض و کینه از سر روی هر دو طرف میبارد. تا دیگه همگان را به این پرسش وام می‌دارد که اصلا چرا به این وصلت تن دادند. در آستانه پایان سومین ماه امضای توافقنامه ژنو که ولایت مداران آن را ترکمنچای هسته‌ای نامیدند و کمتر از یک ماه پس از اجرای شدن آن از حرفای دو طرف به خوبی می‌شود فهمید که در جبین این کشتی نور رستگاری نیست و کمترین امیدی برای تداوم این ازدواج اجباری وجود ندارد. روز سه‌شنبه 29 بهمن ماه دور جدید مذاکرات هسته‌ای در وین پایتخت اتریش آغاز شد.
یک روز پیش از آن سدلی در سخنانی که خبرگزاری فرانسان را از تارنمای او نقل کرده ضمن حمایت لفظی از تیم مذاکره کننده هسته‌ای چنین گفت: پیام سلبی انقلاب این است که ما تسلیم زورگویی نظام سلطه نمی‌شویم. یک عده سعی نکنن چهره آمریکا را بزک کنن و آن را به عنوان یک دولت علاقمند و انسان دوست معرفی کنن. اگر هم سعی کنن بیفایده است. و پس از این ابراز بیمیلی به وصلت انجام شده، آب پاکی را روی دست همان مسئولینی که بیشتر از آن حمایت کرده بود ریخت و گفت: بعضی از مسئولان اون دولت و این دولت فکر میکنن اگر در موضوع هسته‌ای مذاکره کنن مسئله حل میشه. در سخنرانی اول سال هم گفتم که من به مذاکره خوشبین نیستم و به جایی نمیرسم. و به شیوه رندانه آخوندی از توضیح این نکته شانه خالی کرد که در این صورت چرا بله را گفته و به این وصلت رضایت داده است. در بخش دیگری از این سخنان خامنه‌ای بدعهدی و زیادخواهی آمریکا را دلیل ناخرسندی خود اعلام کرد و گفت: اگر روزی بر فرض محال هم موضوع هسته‌ای مطابق خواست آمریکا حل شود، آمریکایی‌ها مسائل دیگری را پیش خواهند کشید. و اکنون هم نیز همه شاهد هستند که سخنگویان دولت آمریکا از موضوعات حقوق بشر و توانایی موشکی و دفاع ایران سخن به میان می‌آورند. در این مورد اخیر تا حدودی حق با مقام معظم رهبری، زیرا به گزارش ایران پرس نیوز جی کارنی سخنگوی کاخ سفید نیز گفته که بر اساس برنامه اقدام مشترک پیش از دست یافتن به توافق نهایی باید به همه مسائل مطرح شده در قطعنامه‌های شورای امنیت علیه رژیم تهران پرداخته شود که از جمله فعالیت‌های مربوط به موشک‌های بالستیک است. روزنامه وال استریت جورنال هم در روز چهارشنبه 30 بهمن ماه نوشت مقامات آمریکایی روز سه‌شنبه در مذاکرات خواستار این شدند که توانایی موشکی بالستیکی رژیم ایران به عنوان بخشی از توافق نهایی هسته‌ای مطرح شد. این نوع اختلاف ها موجب شده که کار تیم مذاکره کننده دشوار شد. اینان به کشتیگیرانی میمانند که با دست و پای بسته به وسط تشک کشتی انداخته شدن تا پیروزی و مدال برمغان آورند. به گزارش اینا حمید بعیدی نژاد عضو تیم مذاکره کننده و مدیر کل سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه میگوید چه میگوید؟ میگوید واقعیت این است که ما برای ورود به مذاکرات آسان نیست، چرا که احساس میکنیم برخی نمیخوانیم مذاکرات به پیش برن. اشاره برخی از جمله به حسین شریعت مدار نماینده ولی فقیه در روزنامه کیان است که مینویسد کسانی که توقف برنامه هسته‌ای را توصیه کنند صرف نظر از نیت و انگیزه واقعی آنها دست کشیدن از پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیک را پیشنهاد میکنند و برای کشورمان نسخه عقب ماندگی میپیشند. کوتاه سخن، دور جدید مذاکرات در شرایطی آغاز شده که روند آن دست کم از دید حکومت آخوندی رضایت بخش و امیدوار کننده نیست. البته ریاکاری و دودوزبازی صفت ویژه آخوند است و مقام معظم رهبری نیز به راستی در این صفت سرآمد است. اما یه نفر نباید به این مقام معظم که عظمت موهومش به پودر قبار تبدیل شده بگوید که آقا جان از امام راهی یاد بگیر و جام را لاجرعه سر بکش. سر کشیدن یک جامیزه که این همه ادا و اطفار ندارد که. اینم از دوست بسیار خوبم آقای شهباز نخعی. اما آقای حسین باقرزاده هم می نویسد، نمیدونم باسم این درست است یا نه، یه موضوعی دیروز تو برنامه آقای صدر اشرفی مطرح شد که یه دونه لغزش بود و اونی که این رزولوشن 1929 رو اشتباهی گفتن که قطعنامه سال 1929 این در حقیقت شماره قطعنامه است که توی این قطعنامه در حقیقت
راجب The resolution imposed the sixth round of sanction against Iran. It bans Iran from investing in nuclear and missile technology abroad, including investment in uranium mining. بله، در این داستان به موشک هسته‌ای و معادن اورانیوم و چی سوهم کنه. و سناتورها چندی بار به اوباما و کری اخطار دادن کل برنامه موشکی ایران باید محدود شود، باید برد پرتاب موشک ایران زیر 500 کیلومتر باشد و ما با برد بیشتر از 500 کیلومتر موافق نیستیم. اوباما و کری به نظام پیشنهاد کنترینگ آب سنگین و آب سبک، کانورتینگ آب سنگین و آب سبک رو دادن. ما راجعش حرف زدیم که میگه آقا اینو تحقیق کن، من خودم بهت کمک میکنم، بیا آب سبک درست کن، کاری نداری که من همه تکنولوژی جمع کن عدسه. اونا قبول نکردن، فعلا پیشنهاد با پیشنهاد تعداد سانتریفیوژ ها جریان معادن، جریان محدود غنیسازی 5% را به تهران بردن که با خامنه ای و شورای امنیت نظام راجب شرف بزنن، ببینن که بالاخره آقای بزرگ چه میفرمایند و در این باره آقای بزرگ چه نظری دارد که بیان کنه. ولی آقای باقری‌زاده میگه که آقای خامنه ای درست میگه و برای اینکه بالاخره اینا همونطور که اون یکی تاریخ رو بلدن، این یکی تاریخ رو هم بلدن، یعنی اگه ما بلد نیستیم و نمیدانیم شعیب ابی طالب کدام است و اون یکی کدام است، اون میدانه. اون وضعیت ممالک دیگر رو هم مثل صدام و قذافی و اینا رو هم داره، کسی مثل مبارک رو هم پیش رو داره، اطلاعات او دقیق تر از اطلاعات بنده و جنابالی است، مطمئن باشید. این رو ما شاهد بودیم که مرد قذافی همه رو منحل کرد، حتی به اینا لو داد که اینا ایران چجوری از قادرخان اون وسایل رو خریده، نقشه ها رو خریده، او بود که اینا رو همه رو گفت، ولی علایاله رفتند و زدند. بنابراین خامنه‌ای میگه اینا ما رو هم میزنن. رهبر نظام ولایت فقیه بار دیگر ضمن تایید سیاست دولت روحانی در مذاکره با غرب، گفته های پیشین خود را درباره دشمنی آمریکا با نظام جمهوری اسلامی تکرار کرد. او تاکید کرده که کاری که وزارت خارجه و مسئولان دولتی ما شروع کردن ادامه پیدا خواهد کرد و به این وسیله دست رد به سینه همه کسانی زده که با مذاکرات دولت روحانی با غرب و به خصوص آمریکا مخالفت میکنه. اگه یاد باشه تو همون تیکه‌ای که حسین باستانی مثال میورد که کجا این یارو از این جمله استفاده کرد، کجا اینو گفت، کجا اونو گفت، کجا امرآس گفت، کجا نمیدونم ابو موسی اشعری و اسبود اینا، اگه به اون تاریخا نگاه بکنیم یواش یواش متوجه میشیم که این مایان مقاومت کردن ولی شکستن در مقابل مقاومت. ما حافظه تاریخمون ضعیفه، ما نداریم آرکایو، نداریم آرشیو، نداریم. بنابراین اگر ما هم تکرار میکنیم متهم میشیم به تکرار کردن و آقا چیزی نیست تکرار میکنی اینا رو، برای اینکه میدونم که یادت میره. خیلی بد بود وضع. اون یارو میگه اگه ما بتونیم 2 سال دووم بیاریم، بهمنی میگه اگه 2 سال دووم بیاریم تو شعب ابی طالبیم، اونجایی که گیر کرده بودن اونا بهشون بسته بودن، اونجایی که تعریف کرد 2 سال مقاومت کردن بعد تونستن بیان بیرون رو بشکنن، حس رو بشکنن. نمیتونستن. یادته یه چیزی رو اون مرده آقای چیه تلویزیون رو درست کرده بود، ماجرای متی اسمش چیه، اون مرده با متی بود، جهانشاهی، آقای جهانشاهی و اون یکی دیگه و اون یکی دیگه با هم رفتن خوابازی کردن، متی بازی در آوردن. اونجا اون گفت، درست گفت، اونجا نامه ها رو در آورد که در فروردین 14 فروردین اون چجور نامه نشته، اون چه پاسخی داده بود. بهمنی نشته بود که آقا ما مشکل داریم، آقا محمدی یکی از جنایتکاران رژیم که مسئول امور اقتصاد دفتر آقاست، اونجا گفتش که خب بری پول چاپ کنی. خب کاغذ ندارم، جوهر ندارم برای پول چاپ کردن، تحریمم. نمیفهمی تحریم یعنی چی؟ گفت برید از بانک ها پول مردم رو بردارید. به همین دلیله که بانک ها بدهکارن.
به همین دلیلی که نمیتواند کار رو جلو ببرد، به همین دلیلی که نمیتواند یارانه ها رو پرداخت کنه، تو حق گندیده به مردم میده. ولی یه موش ابله در خارج کشور قرآن سر نیزه میکنه. خشونت نکنه، اینقدر بده انقلاب، اینقدر بده، همش خونریزیه. نگاه کنی سوریه ببینی، خب شما راه دیگه نداری که، هیچ راه دیگری وجود ندارد. همه راه ها به روم ختم میشد، یاد فیلینی بخیر، فدریکو فیلینی، و همه راه ها به روم ختم میشد. اینا با هم رفیقن، دستشون توی یک کاسه، دیدی پولا رو چجوری با هم میدوزیدن؟ اینجور دعواشونه سر پوله. اینا ول میکنم میام میگه آقا خواهش میکنم بفرمایی رهبری و خبرگان رهبری ببینید حرف ما رو گوش بدید و بذارید بحث کنیم راجع به قانون اساسی. آقای سهراب عزیز من فدای تو بشم، ما یه کار میتونیم اینجا بکنیم که این آقای باقرزاده رو واداریم به این که باور بکند که این نظام نمیشود به هیچ کدوم از ارکانش اعتماد کرد، این نظام رو باید در مقابلش انقلاب کرد. با آقای حسن شریعت مدار رو وادار کنیم که باور کنه که باید انقلاب کنه. در مقابل این نظام یه آلترناتیو داشته باشی، یه جایگزین بدلش داشته باشی. اینو برداریم یه چیز دیگه جاش بذاریم، چون نداری قرب میره با اونی که در قدرت، نمیاد با محف بزنه. که دیدی که گفت رفتم به عادی خورسندی گفتم که آقای خورسندی این سعید بهبانی که خب یه تلویزیون داره، این هم هم که به تو علاقمند، ازت میگه همیشه تعریف تو میکنه، آقا اون پول نهره که من با اون چکار کنم؟ با اون قدرت نداره چکار، راست میگه دروغ میگه؟ نه درست میگه. غرب هم همینطوره. یه جریانی وجود داشت قوی بود به نام شورای ملی مقاومت بچه های مجاهدین، ببین به چه فضاحتی کشوندنش، تمامش کردن، پود چه رفه با آشون به فوش خار مادر کشید. آقای خامنه‌ای گفته که او تأکید کرده است که کاری که وزارت خارجه و مسئولان دولتی ما شروع کردن ادامه پیدا کرده و به این وسیله دست رد به سینه همه کسانی زده که با مذاکرات دولت روحانی با غرب و خصوص آمریکا مخالفت میکنند. در این حال او اضافه کرده است که اولا به ادامه مذاکرات خوشبین نیست و ثانیا مسئله هسته‌ای بهانه آمریکا برای دشمنی است. او به خصوص از فشارهای آمریکا به جمهوری اسلامی برای رعایت حقوق بشر به خشم آمد و با اشاره به بیانیه اخیر وزارت خارجه آمریکا برای رفع حس از رهبران جنبش سبز که به مناسبت سومین سالگرد این اقدام خلاف قانون صادر شده است گفت، رئیس جمهور آمریکا با کمال وقاحت از فتنه‌گران در سال 88 حمایت کرد و اخیرا هم دارد حمایت میکند. بفهمید شما. ببخشید آقای مهمانی، من منظورم دوباره مزاحم میشم. آقا من عذر میخوام، این حرفی که همین الان شما زدید راجع به پول، ببین عید من، همه چیز به نظر من، این نظر شخصه، ببین سیاه و سفید نیست. ببین از جایی که ما ضربه میخوریم، به این نظر شخصی منه آقای اقانی، این هست که ببین درد ما یک چیز نیست که مثلا میگم یه چیز دیگه، ما پول نداریم و تفضایی این تموم شده رفت. ببین ما ایرانی ها، من اینجوری احساس بودم، ما دردهای چنگونه داریم. من قبلنم حقیقتش این رو استفاده کردم. ببین اون نیست که ما چه میدانیم، اون چیزی هست که ما نمیدانیم. ببین کمبودی های ما
اگر شما ترازو بگیری خب بگی توانایی های این مردم مثلا این ملت بذاریم برای ترازو، کمبودی هاشو بذاریم برای ترازو، شاید توانایی های ما به عنوان یک مردم خیلی بیشتر از ناتوانی همون باشه، ولی در جایی که ناتوانی داریم ضربه بیشترین رو از اون میخوریم. خب حالا دفعه میزنم به شما آقا، شما صحبت مثلا میگم پول میکنیم، ببین درست ما 7 میلیون تبعیدی هستیم از خارج از مملکت، یعنی من اینو عذر میخوام، من اینو میگم با تجربه ای که در زندگی تو این مملکت دارم و دارم میگم، یعنی چی؟ شناخت از فرهنگ آمریکایی، شناخت از طرز فکر یک آمریکایی، چون تو آمریکا هستیم دیگه، با آمریکایی طرفی. خب از این نظر هست که اینو میگم. حالا شما مثلا پولو بذار کنار، حالا ما اگر ملتی بودیم که متحد بودیم 100,000 نفر هر روز تو واشنگتن ریجه میکشیدیم، ریجه، خب دمونستریشن میداشتیم که آقا این دولت فاسد، این دولت فلان این کارا رو میکنه، اعدام میکنه، فلان میکنه، فلان میکنه، ما رژیم چنج میخواییم، ما نمیخواییم شما با اینا کنار بیایی آیا بابا، ما نمیخواییم شما با اینا کنار بیایی فلان کنی فلان کنی. آقا صدای بلند اینه که اون باورکن بدیم اثر میذاره. ببین اینا دقت میکنن، یعنی چی؟ یعنی یارو که نشسته تو وایت هاوس نگاه میکنه میبینه بابا 200,000 آدم اومده 10 روز اینجا زیر بارون زیر باد فلان دست کشیده همش این دادو میزنه. خب بعد میبینی یه دوربین میاد، دو تا دوربین میاد، خبرنگار میاد، آقا چیه دردت چیه، چی داری میگی؟ خب آقا ما داریم اینو میگیم، آخه ما اونم نداریم. ببین ما هیچی نداریم، اصلا پولو بذار کنار. این یارو اوباما الان نشسته اینجا، آقا چیه معترض در این مملکت با این نظام پرابلمش چیه، چی میگه، کی میگه، چی داره میگه؟ خب نیستیه، نداری اونو، وقتی نداری اونم برمیگرده به اشکال من و شما. به کجا برمیگرده؟ به این که من و شما اتحاد نداریم، یعنی من و شما باز دوباره همون ملت. آقا بیا دمونستریشن بذار، 15 نفر آدم اومد. خب وقتی شما دمونستریشن میذاری 15 نفر میاد، 7 میلیون تبعیدی، میخوایی مثلا آمریکا چیکار کنه فلان کنه؟ آقا یه کارهایی، ببین ما اینجوریه، ما اشکالامون این گونه است. از اینجاها ضربه اینا مثلا میخوریم، ما نه اتحاد داریم به قول شما، نه حزبی، نه سازمانی، نه ارگانیزیشنی. اون یارو حالا چی بود؟ اون یارو مجاهدین و اینا مثلا اونا بیشترین ارگانیزشن. آقا باید صدا رو بلند کنی، باور کن اگه ما اینجا 10 روز پشت زرم تو واشنگتن جایی داد بیداد را بندازی که آقا این دولت ظالم ما رو اینجوری کرده، با ملت ما، مملکت ما رو همه جا رو به باد داده، تو هم که از این ور فلان و اینا میکنی، یه دفعه دیدی اصلا دست چپ رو گرفتن به خاطر این که داری آبروی یارو رو میبری. تو وقتی صدا تو بلند میکنی به طرف میگی آقا تو داری فلان کار میکنی که بر علیه ماست و اینا، اون آبروش داره میره، ولی وقتی صدایی نیست نشسته و پشت دره معامله میکنه. ما همین بر خود میخوام، یعنی پولم کمک میکنه، ولی من منظورم اینه که ما بدبختیمون یه دونه دوتا نیست که ما یه رفعه نگاه کنیم میبینیم مثلا 15 تا فاکتور بیاری جلو که آقا این 10 تا فاکتور میتونه به یه ملتی، به یه دولتی، مثلا کشوری کمک بکنه. میبینی از اون 10 تا فاکتور ما 8 تا منها گرفتیم. اونجوری که داستان نمیشه که. خیلی ممنون آقا. قربان، مرسی. آره، ولی پول به ما کمک میکنه آقا منصور، من اینو بلدم، میدونم پول به من کمک میکنه، به صدای ما رو قوی میکنه، اینو میفهمم. اما
ادامه میدیم داستان آقای چیز رو ببینیم بالاخره چه میگوید. در این حال خامنه ای اضافه کرد که اولا به ادامه مذاکرات خوشبین نیست، ثانیا مسئله هستی بهانه آمریکا برای او به خصوص از فشارهای آمریکا به جمهوری اسلامی برای رعایت حقوق بشر به خشم آمد و با اشاره به بیانیه اخیر وزارت خارجه آمریکا برای رفع حظ از رهبران جنبش صبر که به مناسبت سومین سالگرد این اقدام خلاف قانون صادر شده است گفت رئیس جمهور آمریکا با کمال وقاحت از فتنه‌گران در سال 88 حمایت کرد و اخیرا هم داره حمایت میکنه. این اظهارات که قبلا نیز به مناسبت‌های مختلف بیان شده است دو واقعیت را بازگو می‌کند. یکی اینکه خامنه‌ای پذیرفته است که 8 سال سیاست ماجراجویانه هسته‌ای و رو در روی با غرب که هزینه‌های سیاسی و اقتصادی سنگینی را بر مردم ایران تحمیل کرده دیگر قابل دوام نیست و گردش 180 درجه‌ای او به ضرورت انجام گرفته و 80 درجه‌ای او به ضرورت انجام گرفته و برگشت ناپذیر است. دوم اینکه رژیم اسلامی حاکم فقط به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای زیر فشار غرب قرار نگرفته و بلکه مسائل دیگری هم در دستور کار غرب هست که خامنه‌ای از آن نگرانه. من بذار یادم اومد اینو بگم به آقای منصور الان تا یادم نرفته. آقای منصور فرمایش شما درسته ولی اما گو قربون بی ولی اما اگه داری بیا سراغ ما. ولی اما شما الان اوکراین رو نگاه کنی، سوریه رو نگاه کنی، 100,000 تا 150,000 تا کشته داده، 40-50 نفر تو اوکراین کشته شده. همین زودی میدارم میام میگم بفرما آقا منافعم چیه؟ معامله است، چی گیرم میاد؟ این بره چی میشه؟ اون بشه چی میشه؟ روسیه تمام قد وایستده. آقای ولی هفته پیش راجع به اوکراین افزه گوه آقا اونجا در حقیقت یک فاز کشاورزیه براش، کلی از کشاورزیش رو تعمیم میکنه و هم تعمیم میده میره. نه بعد ما همه لالایی بلدیم ولی خواب اون نمبره. وقتی درخواست فراخواب میده میگه بیا اعتراض کن، نمیم. خب یا چه فایده داره ما برم چیکار کنم؟ اینا هستن، اونا هر وقت دلشون بخواد فوری میندازی گردن غیر، میگه اونا و اینا. یه اینا و اونا یه بحث تو تاریخ تموم شده. این نظام جمهوری اسلامی دزده‌ایه که وسط داره جمعیت میدزده، خودش فریاد میزنه یا دزدو بگی، اخفالت میکنه، فریبت میدهد، بلده این کارو، ترین دیده، میره تو حوزه میشینه یاد میگیره، میگه بیا با هم مباحثه کنیم، میشینن دو به دو سینه به سینه همدیگه با همدیگه مناظره میکنه، مباحثه میکنه. امرآز با ابو موسا مناظره کرد اونو شکست داد. اینو تعلیم میبینه، از اول میداند که اینایی که داره میگه دروغه، خودش میدونه، میدونه کربلا یه دشت دوتا رودخونه است، بکنه اینجوری آب میزنه بیرون، مرکبات داره، پرتقال و لیمو و فلان داره. این اون ایماجی رو به شما میده، ایمیج میده، تصویری به شما القا میکنه که شما قیام که تو ددولی گیر کردی الان وسط صحرای آریزونا، همینجوری ما رو عقرب داره میاد، بتلنکستر و جانوین یه طرفن، سرخپوستا از اون ور تیر میندازن، مکزیکا از این ور. میدونه که این نیست. او از این چشم انداز که اگر روزی موضوع هسته‌ای مطابق
خواسته آمریکا شد آمریکا مسائل دیگری را پیش خواهند کشید ابراز نگرانی کرد و از اینکه حتی اکنون نیست همه شاهد هستند که سخنگویان دولت آمریکا از موضوعات حقوق بشر و توانایی موشکی و دفاع ایران سخن به میان می‌آورند اذعان کرد که آمریکایی‌ها برای طرح این موضوعات به انتظار حل مسئله هسته‌ای ننشستند. واقعیت نیز این است که مذاکرات جمهوری اسلامی با غرب به مسئله فعالیت‌های هسته‌ای ایران محدود و منحصر نخواهد شد. مهمترین نگرانی غرب به شمول اسرائیل در مورد جمهوری اسلامی البته به فعالیت‌های هسته‌ای ایران مربوط شد، ولی هیچگاه به آن محدود نبود است. توانایی‌های موشکی و نظامی ایران و همچنین حمایت‌های مالی و نظامی جمهوری اسلامی از نیروها و گروه‌های متخاصم آمریکا و اسرائیل در منطقه و شرکت نیروی قدس سپاه پاسداران در عملیات نظامی علیه هدف‌ها و منافع آمریکا در خاورمیانه نیز به همان نسبت غرب را نسبت به سیاست‌های خارجی نظام و حاکم بر ایران نگران کرده. ولی آیا آنگونه که خامنه‌ای مطرح می‌کند مسئله حقوق بشر و دموکراسی نیز قرار است در دستور کار گفتگوهای بین ایران و کشورهای غربی خصوص آمریکا باقی بماند؟ به حاشیه راندن موضوع حقوق بشر در روابط غرب با رژیم ایران همواره یکی از نگرانی‌های فعالان مدنی و حقوق بشر بوده. بسیاری استدلال می‌کنند که چون کشورهای غربی در درجه اول به منافع سیاسی و اقتصادی خود می‌اندیشند و بر اساس آن روابط خارجی خود را تنظیم می‌کنند، توجه به مسئله حقوق بشر همواره برای اینان جنبه فرعی داشته و حداکثر در حد تعارف و لغلغه زبان با آن برخورد میکنند. نگاهی به فهرست کشورهایی که در نقض حقوق بشر شهره عام خواستند و در اینها روابط بسیار خوبی با کشورهای غربی دارند مانند عربستان سعودی این نظر را تایید میکنند. علاوه بر این غرب نه خود کارنامه کاملا پاکی در زمینه نقض حقوق بشر دارد نه در حمایت بیدریغ از اسرائیل به رغم موارد نقض حقوق فاحش حقوق بشر فلسطینیان ساکنان عرب اسرائیل با سرپیچی‌های مکرر آن از قطعنامه سازمان ملل تردید می‌کند. در این صورت نمی‌توان از غرب انتظار داشت که در برابر موارد نقض حقوق بشر در سایر کشورها با قاطعیت بایستد و سیاست خارجی خود را بر اساس آن. خب ببین آقای چیز نوکر پدرتم راه رو گم کردی، سوراخ‌ها رو گم کردی، به ما چه مربوطه؟ یه عنصر سیاسی مثل قوام سلطنه رفتار میکنه. اگه آمریکایی و بچسبی نه باید بگی آقا آمریکا دروغ میگه، این عربستان نگاه کن، آقا اونجا نگاه کن، اسرائیل نگاه کن، اونجا نگاه کن، دروغ میگه. خب شما نیزه سر قرآن میکنی. این هم رو یاد گرفتیم و هی تکرارش میکنیم. این اصطلاح تا حدی نه آقا ول کن آقا، اصلا به تو چه مربوطه که تو موضوع تو این نباید باشه، که موضوع تو باشه آره آقا راست میگه درست میگه. نه میدونی آخو چیزی دیگه آدم باید واقع حق رو بگیم دیگه، ما خیلی نه عادلیم، باید عدل رو همجور رعایت کنیم، همجور با عدل بریم جلو، ما از مادر با همجور با ترازو اومدیم بیرون. از اینجا میخوری من با این چه اتحادی دارم بکنم آخه؟ این آدم هیست داره اون وری میره، من این وری میرم، با این چه جوری من بدارم متحد بشم؟ آقای دفیق هایی که میگی به اتحاد بین نیروها و اتحاد، من با این چه اتحادی میتونم داشته باشم؟ با آقای حسین باقرزاده چه جوری میشه متحد شد؟ نمیدونه، بلد نی، مهم نی، دکتره، لندنه، مینویسه، بلد نی بابا، بگی از دستش. شما نگاه کن همین ماجرای چی بود؟ فانتوم F-14 که از اسرائیل یارو مرده تو یونان همونجا میخواسته به شما یه پاکه اینجا میخوای بدی UPS 60 تا ورقه پر میکنی تا به مقصد نرسیده 15 دفعه چکش میکنه. احمد از قاره اروپا زنگ زد دیروز به من که آقا من مثل هر ماه که برات یه پولی میذارم تو پاکت و دمش کن که از اون اول تا به امروز استقامت کرده، هر ما 5 دلار 10 دلار گاهی میره دست میکنه جوی بغل لسیش، از اونم یه چیزی میگیره میذاره تو پاکت،
میگه اینم عجیب و غلسی دزدیدم آوردم برای تو، زنگ زن که آقا من فرستادم پاکر رسیده نرسیده. گفتم والا من آدرسم عوض شده، اومدم 100 کیلومتر با اونجای آدرس پیو باکس فلان دورم، دنبال اینم که پیو باکس جدید بگیرم، یه چند روز طول میکشه. یه هفته سلام ما رفتیم، 10 روز رفتیم درخواست کردیم، هنوز جوابش نیومده که آدرس عوض کنم نزدیک باشه. گو اداره پست برای من نامه نوشته که شما این پاکت که فرستادی میزان تمری که روی زدی کمه. چجوری شما میگی من اسلحه رو از اینجا برده اونجا و از اونجا برده اون، هیچ کم نفهمیده. احمد یه پاکت گذاشته توش $5 گذاشته برای ما فرستاده، اداره پست بهش نوشته آقا این پولی که فرستادی تمرشو کم چسبوندی رفیق. برید آخر هفته به اینا فکر کنید، به فکر کنید. به این یعنی درسته؟ یعنی این الان من ببینم بدم که آمریکا و در نقض حقوق بشر خودش نه، تو حرفای آقا خامنه‌ای میزنی که برادر خیلی عادل، نه اینکه با عدل و رعایت کنی، با انصاف باشیم. اصلا معنای اینا رو بلد نیست، خیلی ساده است، معنا و مفهوم داستان رو بلد نیست، توتیواری حفظ کرده. درای دای دی رای دی لای 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 گل چیه؟ گل من شعر شوهر سم آهنگ شوهر دم جدول ضربیه. گل جدول ضرب رو بخون یا رو شروع کرد رنگش رو زن. گل چیه؟ گل شعر شوهر سم آهنگ شوهر دم، یه آهنگ شوهر دم، شعر شوهر دم نی. روز روزگار بهتون خوش. اینم صفحه یا چی میگه؟ میگه صفحه آخر. اینم صفحه آخر. حالا بد میشه، نمیدونم چی بگم بعد. مرسی، ممنونم. در انتظار کمک مالی شما خوبان و نازنینان هستم، سپاسگزارم ازتون. مرسی، آخر هفته پر از شادی و سلامتی پیش رو داشته باشی و روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. تا فرصتی دیگر دعوت میکنم که ادامه برنامه ها رو پی بگیری. مرسی.